با سلام میگم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. و این برنامه از استودیو لندن پخش میشه. موضوع برنامه همونطور که رو صفحه تلویزیون میبینید خط فقس 1,500,000 دستمزد 608,000 تومان. گفتنی ها زیاده سر این جنبش اجتماعی گستردی سر خواست افزایش حقوق ها، افزایش دستمزدها هست و حتما شما هم صحبت زیاد دارید، در این مورد وارد بحث خواهیم شد. اما قبل از اینکه موضوع رو واردش بشیم و تلفن ها رو باز کنیم، خبرهایی رو به اطلاعاتون میرسونم. خصوصا روز گذشته 8 مارس روز جهانی زن بود. در ایران هم علارغم فشارهای جمهوری اسلامی، علارغم همه اینها، ما شاهد جنب جوش برای برگزاری این روز بودیم. خبرهایی که بود بخشن همکارم سیامک بهاری روز گذشته در برنامه مستقیم به اطلاعاتون رسوندن، خصوصا برنامه هایی که تو خارج کشور بود کاملا در برنامه شب گذشته انعکاس پیدا کرد. اما در ایران اخبار هنوز در سایت ها انعکاس پیدا نکرده بود و امشب نگاهی به اونها میکنیم. 8 مارس در تهران که در آستانه فرارسیدن 8 مارس یعنی روز جمعه 15 اسفند در تهران برگزار میشه مراسمی که این مراسم توسط خانم ناهید شقاقی مجری برنامه با مرور کوتاهی بر تاریخچه این روز و مبارزات زنان آغاز میشه و بعد مطلبی در مورد وضعیت زنان توسط خانم قریشی خونده میشه و بعد خانم نخستین درباره مشکلات زنان ایرانی که با مردان مهاجر زندگی کردن، ازدواج کردن و جمله مشکل شناسنامه فرزندان مهاجرین صحبت میشه. بعد سخنران بعدی مریم محمدی هست که مقاله کوتاهی تحت عنوان زن و عشق به زندگی رو میخونه و تاریخچه ندای زنان ایران رو آقای عمرانی قرائت میکنه. در ادامه اون خانم اسرین درکاله مقاله ای رو با عنوان باید بنویسیم از تو خودم و زن رو میخونه و خانم اکرم نصیریان تا یه یاد داشتی فعالیت های سوادآموزی خودش رو ارائه میده. در مقاله زنان و اعتیاد که به قلم خانم شیدا قنبر علیزاده تهیه شده بود، در اون به زندگی زنان کارتون خواب اشاره میشه و به وسیله خانم روشنک به سمع حاضری میرسه. تو این قسمت از برنامه تارنوازی خانم نگین حقیقی با آواز و تصنیف یکی از هزارها پخش میشه و بخش دوم برنامه با قرائت بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت 8 مارس پی گرفته میشه و بعد خانم ناصری درباره خشونت در زنان و قتل‌های ناموسی تو کردستان صحبت میکنه و بعد هم خانم اسدپور از جمعیت روشنک رشت ضرورت فعالیت‌های اجتماعی و متحد زنان رو مورد تاکید قرار میده و بعد از اون خانم فرهزادی شعری از آقای مهدی پور رو در قالب طنز زیبا به نمایش در میاره. سخنران بعدی هم آقای طاهریه که درباره وضعیت حقوقی زنان صحبت میکنه و یک بار دیگه خانم فرهزادی و این بار نمایش کوتاهی درباره دیه زنان رو اجرا میکنه. پایان برنامه هم موزیک زنده هست. پوسترهای زیبایی توی این مراسم نصب شده به دیوارها که پوسترها رو تو تصاویر اینجا میبینید و رون اعتراض علیه تبعیض علیه زن به شکلهای مختلف با شعارها و نوشته های زیبایی بیان شده، شما نگاه میکنید. تو این مراسم بیانیه داده میشه، منتشر میشه که سرفصلهایی داره که من به بعضی تکه هاش اشاره میکنم. یکی که امنیت زنان باید تضمین بشه و قانون سریعا از قربانیان تجاوز حمایت کنه و هر گونه خشونت کلامی، روحی، جسمی علیه زنان جرم قلمداد بشه و تمامی عوامل اسیدپاشی باید به جامعه معرفی بشن و مجازات بشن و برای قربانیان اسیدپاشی که زندگیشان زیر لگدهای خشونت نابود شده بیمه درمانی رایگان و حقوق مادام العمر مقرر بشه.
یه نکته دیگهش ختنه زنان یک درد کهنه است که بدن دختران توسط خانواده هایشان مسله می شود و همچنان در مناطق شاهد آن هستیم. قانون باید به عنوان مدعی العموم صریحا ختنه زنان دختران را جرم اعلام کند، حتی اگر در این بین شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. قربانیان ختنه باید مورد حمایت های پزشکی و روان پزشکی قرار بگیرند. بند دیگش هست، هر روز با آمارهای تکان دهنده مواجه میشیم که خبر از پایین تر آمدن سن تنفروشان و وسیع تر شدن این پدیده شوم در دنیای نابرابر هستیم و قربانیان این تجارت کثیف خود به عنوان مجرم قلمداد میشوند، در حالی که باید خرید و فروش و بردهداری زنان جرم باشد و زنان به عنوان قربانیان تجارتی کثیف و مافیایی حمایت شود. بیکاری زنان هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند و علی‌رغم تمام تلاش زنان برای کسب تحصیلات و مهارت‌های شغلی با موج بیکاری زنان مواجه هستیم و این در حالی است که هنوز زنان خانه‌دار که کاری بی‌مزد انجام می‌دهند بیکار قلمداد نشدند، که در این صورت آمار زنان بیکار بسیار بیشتر می باشد. از همین رو برای پایان دادن به وضعیت اسفبار زنان که تا به حال از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نبودند، باید برای تمام زنان بیکار تا پیدا کردن کار مناسب حقوق بیکاری مقرر شود و بعد زنان علی‌رغم تمام محدودیت‌های موجود از هیچ تلاشی برای داشتن هویت اجتماعی و موقعیت شغلی فروگذار نبودند و باید تمامی تبعیض‌ها و تفکیک‌های جنسیتی در دانشگاه و محیط‌های کاری و رشته‌های تحصیلی لغو شود و زنان بتوانند از مزد برابر در ازای کار برابر برخوردار باشند. و بالاخره قوانین ازدواج و طلاق موجود که از سال 1310 باقی مانده است نمیتواند از چارچوب زندگی خانوادگی امروز انسانها حمایت کند و زنان باید برابر با مردان از حق طلاق و حضانت فرزندان برخوردار باشند. سالهاست که زنان برای گرفتن شناسنامه فرزندان خود که حاصل ازدواج با اطباب بوده است با مشکلات زیادی مواجه بودن، در حالی که زنان باید به عنوان شهروندان برابر حق ثبت هویت فرزندانشان را داشته باشند. زنان معیار سلامت جامعه هستند، از همین رو برای تضمین سلامت جامعه باید تمام زنان از بیمه درمانی رایگان برخوردار باشند، هرچند برای داشتن یک زندگی انسانی و برابر باید زخم‌های زیادی را مرهم گذاشت، اما می توان با هم صدا شدن در حقوق که هنوز تنها حیات و زنده ماندن زنان را تضمین می کند گام مهمی در کنار زدن آوار ستم تاریخی که بر زنان زندگی زنان چنبر زده است برداشت. 8 مارس را به فرصتی برای متحد شدن در مبارزه با خشونت علیه زنان بدل کنیم و هم صدا بانک برآوریم. زنده باد 8 مارس روز جهانی زن، زنده باد برابری زن و مرد، ندای زن ایران. 8 مارس برنامه در کرج هست، گزارشی رو تو سایت ها دیدم که گفته در روز پنجشنبه در کرج جشنی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد. بیشتر از 100 نفر خانم و آقا در این جشن شرکت داشتند. برنامه شامل سخنرانی حول محور حقوق انسانی، مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بود. موسیقی، آواز فردی و جمعی شادی جشن را افزون کرد. شعری از زنان عرب به زبان عربی توسط یک دوستان عرب زبان خوانده شد. تاریخچه مبارز زنان کوبانی توسط دوست کرد زبان به اطلاع جمع رسید و مجری در میان برنامه از کوتاه نوشته و شعرهای زیبایی مبنی بر برابری زن و مرد خواند. و بعد در سنندج شهر اول مه و 8 مارس ها در سنندج 10 نفر در خیابان فرای سنندج در فاصله 6.45 دقیقه تا 7 بعد از ظهر به صورت راهپیمایی در وسط شهر 8 مارس رو گرامی داشتند و شعارهایی که میدادند شعار بود زنده باد 8 مارس روز جهانی زن، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، نان مسکن آزادی، کارگر کارگر معلم اتحاد اتحاد. 8 مارس در رشت مراسمی برگزار شد که با حضور تعدادی از زنان و مردان این شهر بود و این برنامه ساعت 10:30 صبح شروع شد. ابتدا تاریخچه 8 مارس بود، سپس فیلمی پخش شد و بعد از اونم در مورد سیاست‌های جدید جمعیت و تشدید فشار بر روی زنان صحبت شد که بحث‌های بسیار خوبی در اون در گرفتش. و 8 مارس در مریوان که عکسش رو دیدید، 8 مارس در
سقز که باز در همون روز جمعه، روز قبل از دو روز قبل از 8 مارس به استقبالش رفتن و عکسش رو تو تصاویر میبینید. و در پاوه دوستی گزارشی میده که با جمعی اونجا به بازار میرن، شکلات پخش میکنن و 8 مارس رو گرامی میدارن و با استقبال خیلی خوبی روبرو میشن. و به مناسبت 8 مارس بیانیه مختلفی داده شد. کانون نویسندگان ایران بیانیه داد، بیانیه مشترک زندانیان سیاسی رجای شهر هستش که تعدادی از زندانیان سیاسی در این زندان اون بیانیه رو امضا کردن و در جاهای مختلف. به هر حال زنده باد به همه شما. منم 8 مارس یه بار دیگه شاد باش میگم. و چیزی که تو این بیانیه هم مشترک هست، مسئله معیشت و زندگی مناسب برای همه، درمان رایگان برای همه، بیکاری برای همه زنان و مردان آماده به کار، دستمزد برابر برای زن و مرد، رفع تفکیک جنسیتی و کیفرخواست علیه اسید پاشی ها و خشونت علیه زنان که هم تو پیام ها هم تو مراسم ها این رو میبینید. فشار 8 مارس و فشار جنبش آزادی زن رادیکال و چپ اونچنانه که حتی جریانات ملی اسلامی رو هم وادار کرده که به جای روز فاطمه زهرا 8 مارس رو از 8 مارس صحبت کنن. و جالبه توی یکی از این برنامه که تو اصفهان بود در مورد زهرا رهنورد صحبت میکنن که یادش در مورد این که چطور با روسری 8 مارس تو 8 مارس سال گذشته بوده و خب اینا 8 مارس رو با آش نظری میخواستن قاطی کنن و جنبش آزادی زن جوابشون رو دادش. به هر حال 8 مارس روز آزادی خواهی هست، روز برابری طلبی هست. زنده باد بر همه شما، دست همه شما رو به گرمی میفشارم. خب این گزارش کوتاه ما رو دیدید، تصاویر رو دیدید. میریم سراغ برنامه. خط فخصه میلون و 500,000، دستمزد 608,000. کانال جدید بفرمایید. شهلا دانشور هستم. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. میخواستم بیان دواره زنم خواست هم زنم خواست باید سری زنم با توقع کنید زیفارا و بکشیشم. الو. بله. دواره زنکارا قتل آم کرد، بکش دامتی و زنکارا بکش. من متوجه نمیشم کیو بکشی؟ کیو بکشی؟ ها؟ کیو بکشی؟ هم زنکارا هم زنکارا. آها. یکی از بله یک نمونه دست پرورده های جمهوری اسلامی که میان این مزخرفات رو میگن. اما دستمزد خط فقر 3,500,000، دستمزد 608,000. این شعاریه که کارگران در 5 اسفند جلوی مجلس به دست گرفتن. هماهنگ کنندگان تو مال 40,000 امضا مبتکر این تجمع بودن که خاطرتون باشه. در همین رابطه خبر دارید که جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی دو تن از این هماهنگ کنندگان رهبران این حرکت احضار شدن توسط جمهوری اسلامی. جعفر عظیم‌زاده در 10 اسفند احضار شد، جمیل محمدی 3.5 سال حکم زندان بهش دادن. به اینو گفتن نباید عضو تشکل اتحادیه آزاد باشید، چرا تو تجمع شرکت کردید، تجمع غیر قانونیه نمیدونم. و خب طبعا این کارگران، این رهبران کارگری تجمع اعتراض رو حق خودشون دونستن و اینکه پیگیر خاص افزایش حقوقا باشن حق خودشون دونستن. و به همین دلیل میبینید این یک جدالیه که ادامه داره و این کارگران و کارگرانی که خواهان افزایش حقوق هستن خاص خودشون رو پیگیری میکنن. ولی مسئله فقط کارگران نیست. معلم ها در 10 اسفند هزاران معلم اومدن و شعاری که دست معلم ها هم بود شعار این بود که خط فقر 3,500,000، حقوق معلم 1,000,000. یعنی میانگین حقوق رو در نظر بگیری 1,000,000، چون معلم از مثلا 700,000، 600,000، 500,000 حتی میگیره تا 1,200,000، 1,500,000 که همه اینا زیر خط فقره. و خط فقره که تازه اینا میگن 3,500,000
تازه هر روز داره متفاوت میشه، هر روز تورم بالاتر میره، هر روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه. الان هم که دارن صحبت میکنن که فروردین ماه گرانی خواهد بود، از همین الان دارن نوید گرانی میدن به مردم. سلام میکنم، کانال جدید، بفرمایید. سلام علیکم خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خط فقر 3,500,000، دست ما 608,000 تومان، بفرمایید. سلام، خسته نباشید خانم دانشور. متشکرم. صحبت شما چیه؟ بفرمایید. سلامتین، خسته نباشید. ممنونم. خوبی خانم دانشور؟ بله، ایشون احوال پرسی کردن ولی صحبت نکردن. دوستان فورا صحبت کنید. به هر حال مسئله اینه که ماه اعتراضه. الان وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اعتراضات گسترده است، ده ها مرکز کارگری در اعتراضن، دستمزد پرداخت نشدهشون رو میخوان، ایدی و پاداش آخر سالشون رو میخوان، در عسلویه، در بندر پتروشیمی، بندر امام ماهشهر، در ده ها مرکز کارگری که اینجا اسامیشون و گزارشاتش رو من در مقابل خودم دارم. و یکی از مسئله سطح پایین دستمزد. کانال جدید، بفرمایید. الو، خسته نباشید خانم دانشور. سلام، متشکرم، بفرمایید. می‌خواستم یه چند تا جمله بگم برای مخاطبم آقای خامنه‌ای باشه. آقای خامنه‌ای بعد بره خودش رو بخشه، مردم رو به استزاکشون ده. من هم تو کرمانشاه زندگی می‌کنم، همه جوانای اصلا ظالمان همه‌شون بیکارن. من خودم لیسانس هم بیکارم. بله. موقعی که پدر مادرم میگیرن کفاف زندگی منم نمی‌کنن. حالا باید چی کار بکنیم؟ بله. راه حل چیه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار. زنده باد. اولین قدم و چه باید کرد همینه که اومدید اینجا صحبت کردید. دومین قدم اینه که شما به عنوان یک جوان بشید فعال و رهبر اعتراض علیه بیکاری. شما و ده ها جوان مثل شما، شما که اینقدر قشنگ دارید کیفرخواست خودتون رو اعلام میکنید، شما که اینطوری دارید از وضع بیکاری و علیه بیکاری صحبت میکنید، با دوستانتون جمع بشید، برید جلوی اداره کار شهر کرمانشاه بگید یا کار یا بیمه بیکاری. اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ببینید تو همین اعتراضات هر جایی که کارگران تجمع داشتن، اعتراض داشتن، حکومت مجبور شده عقب بشینه. و اگه بشینیم و بگیم هیچ کاری نمیشه کرد، خب همین وضع، همین شرایطه. به قول شما جمعیت میلیونی جوان بیکارن، بیمه بیکاری خبری نیست، بیمه درمان خبری نیست، نمیدونم تحصیل، هزینه تحصیل برای بچه های ما خبری نیست. اون وضع بازنشسته است، اون وضع زنان که خودشون سرپرست خانواده هستن. کانال جدید، بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. میخواستم بگم این آقای که زنگ زد کار نیسته بیا من سر کار، من 200 نفرم میخوام سیرکلیستم، من کارش میدم. بله، شماره تلفنتون. بله بله، شماره تلفنتون رو بدید تا من کارگرای بیکار رو بفرستم سراغتون. آقا خانم، ما 200 نفر کارگر نه، کارگر گیر رو نمیاد. بله بله، متوجه شدم. ایشون 200 نفر. دوست عزیز، خود حکومت میگه 10 میلیون بیکار. شما از دنیا بیخبرید؟ 10 میلیون بیکار. و اون وقت شما 200 تا کارگر میخواید. کارگر شماره تلفنتون رو بده، کارگر رو بیان اونجا کار بکنن. بیمه بیکاری آیا به کارگر تعلق میگیره؟ آیا تو این جامعه اسمی از بیمه بیکاری و خبری از بیمه بیکاری است؟ بیکارسازی میکنن، اسمشو میزنن بیمه بیکاری. کانال جدید، بفرمایید. سلام به شما خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. من همونطور که تو این روزها خودم و دوستان در شبکه‌ها صحبت کردن، شاید داره که یه بار دیگه من 8 مارس رو تبریک بگم. همچنین از شما تشکر کنم به خاطر گزارش قشنگی در باره مراسم روز زن داشتیم. موضوع برنامه صدای بنده میاد خانم؟ بله بله، صحبت کنید. موضوع برنامه یک روتیت زیبایی داره ولی واقعا تلخه. خب مشاهده میکنیم که 3,500,000
خط فقر و دستمزد فقط 860,000 خب این الان قسمت کمی از جامعه ایران درگیر این ماجرا نیستن. متاسفانه از همون معلمش گرفته که چند وقت پیش اعتراض معلم ها بود، تا همونطور که شما اشاره کردیم توی اثر روی کارگرایی که هستن کار میکنن و خیلی از کارگرای دیگه در کارگاه ها و کارخانه های دیگه که ما هر روز مشاهده میکنیم که اینا اعتراض میکنن حقوقشون داره نشده. بعضی از کارگرا هستن که تا 10 ماه 11 ماه اینا پولشون پرداخت نشده. متاسفانه سندیکاهای کارگری در ایران خیلی ضعیف عمل میکنه. اگر بخوان که جنبشی داشته باشن یا حرکتی داشته باشن با سرکوب مواجه میشه. مثلا با وجود این که تظاهرات آرام برپا شد برای اعتراض معلم ها خانم دانشور، اون تا اخباری که به ما رسید این که مثلا در همون استان لرستان یکی از افرادی که مأمور نیروی انتظامی یکی از فامیل‌هاشو که معلمه این ترسون دیده بود و اونجا واکنش نشون نداده بود، اما بهش گفته بود که بیاد اداره آگاهی. اینا توی اداره آگاهی به خاطر اینکه این بنده کارگر بیچاره معلم بیچاره اومده بود برای دستمزد ضعیف خودش اعتراض کرده بود، این بهش پرخاش کرده بود، نتیجتاً به درگیری کشیده بود و با سرنیزه زده بود این رو کشته بود و خبرم هیچ جا پخش نشد. بله این خبر شما واقعی نیستش، این خبر واقعی نیستش، این خبرها رو غلط به عرضتون رسوندن. جامعه اونقدر چیز نیست که کسی معلمی رو با سرنیزه بکشن و بقیه معلم ها با خبر نباشن، به هیچ وجه خبر نیست. و این خبر من صریحتا تکذیب میکنم، جمهوری اسلامی وحشت داره، هزاران معلم اومده، 12 نفر رو که گرفتن مجبور شدن همون روز 8 تاشو بله قطع شد 8 تاشو آزاد کنن. و مسئله اینه که جمهوری اسلامی از سایه خودش هم میترسه دوست عزیز. و مسئله به خصوص الان ما با یک جنبش قدرتمند برای خواست افزایش حقوقا روبرو هستیم و جمهوری اسلامی اونقدر وحشت کرده که حتی جرأت نمیکنه که حداقل دستمزد رو که هر سال تعیین میکنه اعلام کنه و هر روزی به بهانه عقب میندازه و منتظره که تعطیلات نوروز باشه تا اینکه یک کمی کارگرا تو تعطیلی باشن تا مبادا یک دفعه جامعه منفجر بشه. معلم ها التیماتوم دادن، گفتن که همین چهارشنبه تجمع میکنن ولی هنوز اعلام نکردن، ولی کن گفتن که خواستاشون پیگیر هستن و پیگیر برای 12 اردیبهشت یکی از فرصت هاست که روز معلم هستش. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشیم. متشکرم، درود به شما، بفرمایید. صحبت کنید دوست. خانم دانشور ممنون از شبکه شما، خیلی خوب است. همه جوان ها همه جوان ها بیکارن. همه بله صداشون به هر حال تشکر میکردن از شبکه و از اینکه همه جوان ها بیکارن داشتن صحبت میکردن. دوست عزیز منتظر نشید که صدا با تاخیر پخش میشه و خودتون الان متوجه میشید به هر حال صداتون وسط قطع شدش. خیلی لطف کردید زنگ زدید. بله داشتم از این میگفتم که جمهوری اسلامی چگونه وحشت کرده از اینکه دستمزد اعلام کنه. همین الان شورای عالی کار که قرار بوده دستمزد رو اعلام کنه، یه روز میگه کارفرما نیامد، یه روز میگه دولت نیامد، یه روز نمیدونم نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی میگن با تحریم که نرفت و اینجا. چرا؟ چون میبینن که این همه اعتراض تو جامعه هستش. کانال جدید بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلام متشکرم، بفرمایید. روی زنگ زنم به همه زنهای آزاری خواب برای طلب تبری میگم و به همه شیزران قهرمان همه زندانی هم نشستی و دور میفتم به ایزم کنشگرگری عزیز کنال زده خودمون و زحمتتون تبری میگم که شب روز زحمت میکشید. زنده باشید. در مورد دستمزد چی میگید؟ ما گفتیم که
مسئله خط فقر 3,500,000 دستمزد 608,000 که همونم به موقع نمیدن. شما چی میگید؟ چقدر فکر میکنی باید دستمزد باشه؟ باید چی کار کرد؟ فراخانتون چیه؟ بفرمایید. من نظر این وقت متحد شد تا این زن سرمه در این یکی زهنم این سریفا باشه ما مزدی میگیرم و همه زحمت کشم در همه در اگه متحد نشن روزشون از این بدتر میشه و بعد متحد شد و با کبانه های مثل خرمانه کوبانی مثل زنان کوبانی درود میسردم به شما و همه هم کردم. درود به شما، متشکرم، زنده باشید. بله باید متحد شد. الان مبارزاتی وجود داره، مسئله اینه که به این اعتراضات بپیوندیم، اعتراضاتی که کارگرا دارن و پلاکارداشون رو دیدید، تجمعاتشون رو دیدید، به این حرکت باید پیوست. تو هر کارخونه‌ای که هستید، هر جایی که هستید، باید یه موضوع داغی که تو جمع کارگرا جریان داشته باشه اینه که ما این دستمزدهای چند بار زیر خط فقر رو قبول نمی‌کنیم. و همین اعتراضاتی که الان سر دستمزدهای پرداخت نشده و ایدی و پاداش آخر سال هستش، همین دستمزد کنار مسئله خاص دستمزدامون باید خاص افزایش دستمزدها هم مطرح بشه. تو خیلی جاها کارگران این خاص رو دارن مطرح میکنن، همونطور که کارگران ایران خودرو، هزاران کارگر ایران خودرو اعتراضشون این بود که باید دستمزد افزایش پیدا کنه، همونطور که کارگران پتروشیمی ماهشهر اعتراضشون این بود که باید افزایش دستمزد داشته باشن، همونطور هم باید کارگران در کارخانجات مختلف همین الان به طور مثال تبریز کف در اعتراضه، خب باید خاص افزایش دستمزد رو هم مطرح کنه. کانال جدید بفرمایید. سلام خواهر دانشفر. سلام به شما، بفرمایید. بودم بنایی که درواره بیکاره میخواستم بگم. بله. هر که بیکاره من پول بهش میدم، من پولش میدم. بله باش. باش. بله ایشون هر که بیکاره پول میده بهش. خب در حال داشتم از این صحبت میکردم که باید به این اعتراضات پیوست. همین الان معلمان دیدید که دست به اعتراض دادن، تجمعات هزاران نفری معلمان جلو مجلس دیدیم، تو عکسای و تصاویرش میبینیم تو یزد، تو اصفهان، تو شیراز، تو مشهد، تو جاهای مختلف. و شما دوستان تو این تجمعات بودید، شما معلمان بودید اونجا، خب با هم دیگه آشنا شدید یا آشنایی داشتید، این ارتباط با حفظ کرد، این خاص رو باید پیگیری کرد. برای فروردین ما خودشون گفتن ماه گرانی خواهد بود و هر سال نوروز برابر با گرانی بیشتر، برابر با فقر بیشتر و بدبختی بیشتر. مردم به جایی که سال نو داره میاد خوشحال باشن، شادی کنن، جشن بگیرن، به جای این مردم باید تو فکر این باشن که چطور به قول خود بینندگان شرمنده بچه هاشون نشن، چطور بتونن یه لباسی برای بچه هاشون تهیه کنن، یه مهمانی داشته باشن، یه جشنی بگیرن. همه اینها مردم ازش محروم شدن. همین الان بسیاری از مراکز کارگری هست که ماها دستمزد نگرفتن. مسئله گرسنگی الان، مسئله توی چنین ابعادیه. شما ببینید کارگران کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام به شما، بفرمایید. خوشبختانه میخواستم بگم تو این جامعه ما یه روند اعتراض خاموش تو مردم به وجود اومده که این با گذر زمان من فکر میکنم به قول معروفی آتیش زیر خاکستره که خودشو بالاخره تو همین روزا نمایان میکنه. و یه قضیه دیگه هم که هست اینه که خوشبختانه جوونا بیمورید شدن، همه دارن فرار میکنن از این، چون این یه چیز مثبتیه. من از قم زنگ میزنم. بله ممنونم، خدا حافظ. زنده باشید، خیلی ممنون. بله ایشون از قم، مرکز آیت الله های میلیاردر داره صحبت میکنه، میگه خوشبختانه از جوانات این گریز شدن. و دقیقا اینجوره، دقیقا
مردم دیدن، نقش دین رو تو زندگی خودشون دیدن، اینکه با این چطور مذهب در خدمت طبقات حاکمه و با این مردم رو به سکوت دعوت میکنن، مردم به اینکه این عاقبت سرنوشتشونه، زندگی همینه، بهش مال اونا خواهد بود، مشیت الهیه، با این عنوانا و اون وقت خودشون پولای کلون به جیب میزن و مردم همه این حقا رو فهمیدن و گوششون به این چیزا بدهکار نیست. کانال جدید بفرمایید. نکته که ایشون گفتن، گفتن که اعتراض خاموش به وجود اومده. البته دیگه از اینها گذشته. این نکتهشون درسته که یک مثل یک آتش زیر خاکستری، ولی بحث اینه که خب حالا که جامعه تو این وضعیته ما باید چی کار بکنیم الان که جامعه تو چنین حالت اعتراضی و انفجاری قرار داره؟ ما وظیفه ما چی هست؟ نقش ما چی هست؟ نقش ما فعالین و رهبران کارگری چیه؟ ما فعالین اعتراضی جامعه چیه؟ ما مردم چطوری میتونیم از این شرایط برای اینکه خودمون رو مبارزاتمون رو قوی تر جلو ببریم با چه کارهایی بکنیم؟ سر مسائل ما همین الان اخبار رو، اعتراضات کارگری رو که نگاه میکنید، هر جا که کارگران ایستادن تونستن حق خودشون رو بگیرن. 650 کارگر دخانیات مازندران موفق شدن بخشی از مطالبات خودشون رو بگیرن. یا به طور مثال کارگران نیشکر هفت‌تپه تونستن بالاخره تحمیل کنن که ایامی که به عنوان کارگر فصلی کار میکنن و جز بیمه حق بیمهشون پرداخت نمیشد الان براشون پرداخت بشه. خب سالها مبارزه کردم و تونستن اینو تحمیل بکنم. کانال جدید بفرمایید. خانم دانشور، میخواستم بگم من پول دارم، میخواستم بگم به یک فقیر آباد چه کار کنم؟ بله؟ میگم من آدم پول داری هم، پولام هم زیاد هم، میخواستم بگم به فقیر آباد. میشنوید؟ بله میشنوم. شما شماره تلفنتون رو اعلام کنید، ما میدیم فقیرا بیان به بین 7936. بله بله فهمیدم. خدا یک نفر توی یک ایشون پول داره میخواد پولاش بده به فقرا، یک نفر توی این جامعه داره با این ادعا داره صحبت میکنه. خب معلومه یک بخش از مردم، یه بخشی از بخش حداقل کوچیکی از سرمایه‌دارا و صاحبان سرمایه پولدار هستن. حالا ممکنه یکی مثل ایشون باشه که بخواد بده به مردم، ولی من میخوام بگم که شما دوست عزیز، یه نکته رو بذار بگم قبل که، یه مسئله اینجا هستش که به طور واقعی حتی کسانی که پول دارن میخوان هستن، کسایی که پول دارن میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه پول همه زندگی نیست. جمهوری اسلامی تباه کرده زندگی رو با قوانین ارتجاعی اسلامیش. به زندگی خصوصی مردم کار داره، به رابطه زن و مرد کار داره، به اینکه لباس چی میپوشه چی نمیپوشه کار داره، همه چیز اجباره. معلومه که حتی کسی هم که پول داره اگر انسان شریفی باشه نمیتونه تو این جامعه راحت زندگی کنه. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، حال شما خوبه؟ سلام، متشکرم، بفرمایید. من خوبصور رای میزنم. بله. از کنم که ما توی جمهوری اسلامی ایک از امنیت نداره که اول از هر چیز میخوام بخاطر مسائلی که نشون داره این تنبیقات اقتصادی و روز زن به زنها تبریک میگم، به خانم های ایرانی که ایستادن و میدارن میجنگن برای حقوقشون. بعدش هم که اگر جمهوری اسلامی هیچ جاش برابری نیست که بخواد مزد کارگر اونجا کارگر توی امنیت داشته باشه، در جامعه که ما زندگی میکنیم یک کارگر ساختمونی نمی کنه خرج خانواده که در بیاره، کرایه خانه باید بده، خرج زن و بچهش باید تامین کنه، هزینه درمان این کجا رو می تونه پر کنه اون 608,000 تومن کارگر؟ هیچ جا نمی رسه. این نابرابری توی هر قشر اجتماع هست،
و کارگر این میزنه میزنه از بدبخترین قشقی ایران یکیش، اون نابرابری راجع به زن یکیش هم در حق کارگر است و دستمزدها هست. بله کسی میتونه از یک زندگیش تعمیر بکنه با مسائلی که علاوه بر این که بیکاری هست در این جامعه و بیکاری رو نمیتونن درست بکنن، کاری نمیتونن بکنن، کشور رو به نابودی کشوندن، کشور رو وارد تحریم کردن، میخوان با دنیا درز بیفتن به خاطر یک بهانه‌ای مثل نمیدونم هسته‌ای، در صورتی که ما کشور ما اصلا به هسته‌ای نیازی نداره. در سطح بین‌المللی ما رو تروریست خطاب میکنن، کشور رو جایی بردن که هیچ جا مردم ایران نمیتونن جایی برن و امروز در داخل کشور این زجر رو دارن مردم میکشن و اونها برای خودشون پولهای کشور رو جمع کردن و اونجا داره آقای خامنه‌ای اطرافیانش سپاه که تأسیسات رو همه در دست داره اونا ثروت توی دستشون رو مردم دارن بدبختی میکشن. بله متشکرم. یه میخواد کارگر، یه کارگر توی ایران راحت باشه. زنده باد به شما، متشکرم. بله دوست هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا میتونی؟ من زنگ میزنم، من صحبت میکنم، ولی نکات خوبی گفتی، زنده باد به شما. همین که اومدید و اینجا اعتراضتون رو گفتید و میگید که چطور خامنه‌ای و سپاه پاسدار، کل حکومت، فقط خامنه‌ای نیست، روحانی و همشون دارن، همشون جمهوری اسلامی هستن. خامنه‌ای با روحانی جمهوری اسلامی نمیتونه اینجوری باشه. خامنه ای با خاتمی جمهوری اسلامیه، با کروبی، با موسوی جمهوری اسلامی، اینا هر کدوم نقش خودشونو دارن تا بتونه جمهوری اسلامی 30 چند سال حکومت کنه. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید عزیزم. متشکرم، زنده باشید، بفرمایید. خانم دانشور، اول اینکه میخوام جواب اون آقای رو بدم، ما پول زیاد داریم، حاضر از اونم بنابرای غلط کرده. یک دومیتم راست میگه، پول داره. میدین چرا؟ دستن من نیست میتوبت رو بکنم ملت ما بشنوم، چون خانم خانم رئیسی داره میکنه، خودش داره کاتبی میکنه، تو نواب تهران الان افتضاح. راست میگه، داره، بذار صدای منم بشنوه. خواست تو سریم بی غیرتش کنن. کجا رو داره خانم دانشور؟ چی داره؟ گرسنگی داره میره، از ناچاری داره اینجا حرف رو میزنه. این گیرخور همون آخون پاخونده هست خان دانشور. اول میگه جمهوری اسلامی انقدر صدای شما رو سنیده کم آورده، میدونی داره چی کار میکنه تازگی ها؟ بله. میفته این مغازه داره خان؟ بله. مغازه هایی که بیتین لباس لباس هست؟ بله. خان؟ بله. اونا رو داره جمع میکنه، مانتو کتا رو جمع میکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از ما کم میاره. مطمئن باش ما به پای شما وایسادیم. زنده باشید. بله خیلی ممنون. اینا که حرف میزنن جوابشون رو بسوزن، یعنی بده جوابشون، بده بسوزنشون. بله زنده باشید. ما کم نمیاریم خانم دانشور. بله دقیقا، ما کم نمیاریم. خواست سرشون، خواست سرشون. شب عیده، اولی که مردم رو شاد کنن، خوشحال کنن، یکی که جبه برداشتم میچر کنم میگم شهیده. آخه کجا شهیده؟ قربون شهید برم اب نداره، به خاطر ما رفتن. ولی چرا خون مردم الان میدوشونن؟ این آخونده بمیرن الهی. خانم دانشور ما به پاسون وایزادیم. زنده باشید. در یه هشت شب شما هستیم، هشت شب زنگ میزنیم، هر کناری که از شب باشه ما جواب میدیم. متشکرم. سادر نکنه، شب خوشی داشته. درود باشید، درود به شما. ایران ما پدرید کنیم. زنده باشید. جشن میگیریم با هم دیگه پیروزیمونو. دور نیست اون روز و به قول شما ما کم نمیاریم، بلکه ما پدر اینا رو در میاریم. کم نمیاریم چیه؟ ما پدر اینا رو در میاریم. ما اینا رو سرنگون میکنیم و راست میگید. میبینید که اینا حتی از لباس فروشی هم میترسن. ولی ببینید همین 8 مارس رو ببینید، همین برید تو جامعه ببینید، ببینید وضع حجاب چیه و ببینید تو جمهوری اسلامی چی میکشه. خب معلومه. تو محیط های کارگری ببینید اعتراضات گسترده رو ببینید، معلمان رو ببینید چطور هزاران معلم اومدن بیرون، پرستاران رو ببینید، کارگران رو ببینید، و همه اولتیماتوم دادن و میگن زیر خط فقر زندگی نمی کنیم، دستمزد 3,500,000 یعنی خط فقر 3,500,000 باید حداقل دستمزد ما هم تو همین فاصله، تو همین حد باشه. همین الان برای اینه که جمهوری اسلامی وحشت کرده و میترسه بگه چقدر تصمیم گرفته حداقل دستمزد باشه. و تازه بحثاشون چیه؟
دولت میگه 17% اضافه بشه، یعنی فقط 17% به این 608,000. واقعا شرم بر این جنایتکاران. کارفرمایم میگه 15% اضافه بشه و از اون برم دار و دستای خانه کارگر شورای اسلامی بازارگرمی میکنن که ما گفتیم باید 60% بشه، 57% بشه و تحریم میکنیم، شرکت نمیکنیم. شرم بر شما به عنوان کانون عالی شورای اسلامی و همه تون با هم دیگه. این بازی مسخره رو 30 چند سال دارید اجرا میکنید و کارگرها شما رو میشناسن، میدونن دارید چه نقش ایفا میکنید و کشش میدید به خاطر اینکه سال نو برسه، به خاطر تعطیلات نوروز بشه، کارگرها اعتراض نکنن. ولی این جنگ مدت هاست شروع شده، مردم نمیتونن با این وضعیت زندگی کنن. این خانم گفتن، دوستان دیگه هم گفتن نمیتونن این وضعیت زندگی کنن. البته صحبت این خانم بگم، خیلی قشنگ صحبت میکنن، خیلی شیوا صحبت میکنن، از ته دل حرف میزنن. اما یه توصیه میکنم، وقتی به این مزدورا حرفی میزنید در مورد خانوادهشون، زنشون، بچهشون صحبت نکنید. این فرهنگ خود اونا رو به خودشون بسپاریم. این که زنشون چیکار میکنن، یعنی اینا وظیفه گشت ارشادی هست، دخالت میکنن توی نقش خانواده ها و اینا. خود اینا سر تا پاشون کثافتن، بنزه کافی اینا جنایت کردن و باید محاکمه بشن. توصیه من اینه که از خودشون و جنایاتشون صحبت کنید. منتها همینم گفتم، حتی بخشی از جامعه که اون دستشون به دهنشون میرسه یا پولی دارن، حتی اونا هم ناراضی هن. اونا هم این حکومت قبرستانی نمیخوان که به قول این خانم شب سال نو به جای جشن شادی شهید کشی میکنن. و تازه همین هم که اسمشون رو میزن شهید، همین هم قربانیان این حکومت هستن، قربانیان این سیستم هستن. جنگ ایران و عراق جنگ ما مردم نبود، جنگی بود که جمهوری اسلامی و صدام در مقابل هم داشتن برای سمخواهی های منطقه ایشون. جمهوری اسلامی اونو نعمت الهی میدونست برای اینکه مردم رو نفس بکشن، مردم رو خفه کنه به عنوان اینکه جنگه. و تو همون 7 سال جنگ فرصتی داد به جمهوری اسلامی که مردم رو خفه کنه به بهانه جنگ و خودشو جای خودشو محکم کنه. و بعد از جنگ که دیدید مردمی که 7 سال خب هی گفتن جنگ تموم میشه، الان جنگه، بعدن الان هر کسی حرف بزنه خائنه، خائن به وطنه، دستگیر کردن تحت این نامه. بعد از 7 سال هم یک دفعه یک کشتار وسیع رو انداختن که هیچ کسی داشت در نیاد. اما دیگه جامعه از این مراحلش گذشته. همین الان سر هسته‌ای نگاه کنید، مذاکراتشون رو نگاه کنید، ممکنه مجبور بشه جمهوری اسلامی جام زهرش رو بنوشه. ولی کن اوضاع مثل سال مثل زمان بعد از جنگ ایران عراق نیست که بتونه جمهوری اسلامی اون کشتار را بندازه و اون بساط را بندازه. مردم میگن باشه، خب تا حالا گفتی تحریم، الان چه مرگته؟ حقوقم رو اضافه کن. تا حالا گفتی تحریم، خب تا الان چه دردته؟ من بیمه بیکاری میخوام، من بیمه تحصیل رایگان برای بچه‌ام میخوام. مردم باید اینجوری وایستیم، باید اینجوری وایستیم و فرصت ندیم به اینا نفس بکشن. کانال جدید بفرمایید. سلام، شبتون بخیر خانم دانشور، خسته نباشید. سلام به شما، متشکرم، بفرمایید. من میخوام در مورد مبارزات سال 93 و این که و همچنین در مورد روز گذشته 8 مارس مطالبی دارم ازتون. اگر ممکنه خیلی کوتاه صحبت کنید، چون بحثی که گفتید بحث مفصلی خواهد بود به خاطر اینکه دوستان رو خط هستن. خیلی کوتاه در سال گذشته مبارزات و اعتصابات اعتراضات مردم در سال 93 به خصوص ما اخیر، یعنی اسفند ماه، در تاریخ مبارزات ایران بی سابقه بوده. در هیچ دوره نظام جمهوری اسلامی و حتی قبل از اون به اندازه یکی دو ماه اخیر اعتصابات اعتراضات مردم علیه صبر و سلاطت و بی‌حقوقی وجود نداشته. از کارگران ایران خودرو که لوله‌سازی صفا، معادن گز، ذوب‌آهن، پتروشیمی‌های مختلف، بازنشستگان ذوب‌آهن
پرستاران، معلمان در سر از که سر کشور در این اعتراضات شرکت داشتند. تأثیرات سندیکا و اتحادیه ها به خصوص اتحادیه آداب کارگران و تشکل صنفی معلمان و غیره بسیار چشمگیر بوده. رهنمودان حزب کمونیست کارگری در این تشکل‌های کارگری و ایجاد و رهنمودشون برای ایجاد مجامع عمومی خودشون بسیار موثر بودن. گسترش سابقه فقر و فراغت و حقوقهای چند با زیر خط فقر و بیکاری لجنگ و تیخته در ایران هم از دلایل عمده گسترش این اعتراضات و اجتماعات بوده. هرچه مردم متشکل‌تر و متحدتر باشن، اثرات و دستاوردهای این اعتراضات هم چشمگیرتر خواهد بود. در این مورد هم حکومت داعشی جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همه کارگران و دیگر زحمتکشان همگی باید از زندگی زیر خط فقر نجات پیدا کنند و خاص عمومی حقوقای بالای 3 میلیون تومان باید به خاص عمومی تبدیل بشه. روز گذشته روز 8 مارس ما به خیابان رفتیم، به پارک لاله، پارک جمشیدی سر زدیم. به نسبت روزهای دیگه حضور زنان و خانواده ها در هر پارک چشمگیرتر بود. زنانی با شاخه‌های گل در دست و شیرینی و انواع شیرینی پذیرایی میکردن. در پارک جمشیدی دختران و پسران زیادی حدود 60-70 نفر به بهانه تولد یکی از دختران جمع شده بودن و هون را کشیدن و صرف کیک شیرینی به جشن پرداخته بودن که با روی باز از ما هم پذیرایی کردن. برای همسر و دختر من به قول خودشون روزی بسیار متفاوت بود که تا پاسی از شهر گذشته در بیرون از منزل گذرانده بودن. جای شما خالی، ما هم نهار و هم شام در بیرون سر کردیم. زنده باد آزادی، برابری و سوسیالی. زنده باد شما، براتون آرزوی تندرستی دارم. متشکرم. زنده باد به شما که گزارش فشرده ای دادید از سال پرجنب جوش و به ویژه در یک ماه اخیر که یک ماه پرجنب جوش. کانال جدید بفرمایید. درود به خانم دانشور. درود به شما، بفرمایید. خواهشم میگم خانم دانشور، اگر آمریکا و اسرائیل 100 سال تلاش میکردن، مردم را نمیتوانستن از دین و مذهب و مسجد و غیر دور نگه دارن. ولی این آخوندهای کثیف کاری کردن که الان مردم از شنیدن اذان و لا اله الا الله و مسجد منبر نفرت دارن. اینها این کثافت ها دست همه به همه گذاشتن. هر کس حتی در این ایران خراب شده بخواهد کارگری بکنه، بایستی بچیزی باشد. بسی دیگه یعنی چی؟ بسی یعنی همه معذرت بخوام کرخر جمهوری اسلامی. ضمناً این آخوندهای کثیف و حرامزاده وعده بهشت و حوری به مردم دادن و روایت هست از پیامبرشون که در زمان حیات ایشان یک عدد خورما 40 نفر را سیر کرده. این همه دروغ و وعده. و ما تو ایران، خانم دانشور، تو ایران غذا لازم نداریم، لباس لازم نداریم، ناموس لازم نداریم، پول لازم نداریم، هیچی لازم نداریم. اگر یه ذره انرژی هستی داشته باشیم کافیه، میذاریم زیر زبانین حتی سال عبادت میکنیم. اینا فقط فکر زیدیشون هستی داشته باشیم. بابا هستی رو خواهم چه دار. ای مرد آگاه باشید، آبرو ملاد بچه هم گرست نه، لباس ندارن، نمیتونه هر فحشاب و فساد همه جمعه زرا گرفته. ما معتاد و فلان اصلا بگو از شما از ما بهتر میدونید. ما دیگه الان نمیتونیم چه کار بکنیم، نمیتونیم خدا کنه این آمریکا حمله کنه، اسرائیل حمله کنه، ما هم مسلح بشیم با این آخوندهای کثیف. میزنیم اینا رو همشون قتل عام میکنیم. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، لعنت بر آخوندهای کثیف، لعنت بر پدر صد آباد این آخوندها، لعنت بر چی به ما بله. اون خانومی که اونجا هستن، خب دوست دارم ایشون هم صحبت کنن. قطع شد. اینا خانوادگی برنامه میدیدن و صداشون میومد. درود به شما، ممنون از صحبتهایی کردید. خشم شما خشم کل مردمه. اما یه چیزو به شما بگم، راه حل حمله آمریکا نیست، راه حل حمله اسرائیل نیست، راه حل انقلاب ما مردمه. آمریکا و غرب و اینا جمهوری اسلامی آوردن، همونطور که داعش رو پرورش دادن، همونطور که طالبان رو پرورش دادن، اینا همه دست پخت اینهاست. بنابراین اشتباه نکنیم،
فکر نکنید که اینها به نفع ما مردم کاری خواهند کرد. اینا میخوان جزیره بهشت سرمایه‌داری خودشون اینجا تو منطقه داشته باشن، بتونن از نیروی مردم، از ثروت جوامع تو این مناطق بیشترین استفاده رو بکنن. غرب منافع خودشو داره، آمریکا منافع خودشو داره، اسرائیل منافع خودشو داره، جمهوری اسلامی هم منافع خودشو داره. جنگ اسرائیل رو، جنگ نمیدونم جمهوری اسلامی، ببینید تو منطقه فلسطین رو به کجاها رسونده، ببینید رقابت های ایران و عربستان چطور باعث یک تازی های داعش و کسافتکاری و جنایتکاران و جانیان و آدم خورایی مثل داعش تو منطقه شده. بنابراین ما تو این اختلاف دولت ها، ما تو این اختلاف قدرت های جهانی، ما تو اینا نفعی نداریم. نه جنگ اینا به نفع ماست، نه سازش اینا. حالا ایران و آمریکا سازش به نفع ما نیست. فوقش که تحریم ها برکنار بشه، تازه بازار به چاپ به چاپشون را میفته. مثل دور قبل که بخشی از پولای 5 میلیارد پولای ایران رو آزاد کردن، خب فرداش خبرها اومد که چطور حواله کشورهای اروپایی شده و تو دوزیای خودشون. همه یکی کسران این حکومت منتظرن ببینن آیا از این قضیه پولی نصیبشون میشه، و بعدم سرکوب جامعه که مبادا مردم حقشونو بخوان. اینها سیاست جمهوری اسلامی. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. خانم دانشور، فرهاد هستم، از آبادان تماس میگیرم. بله صحبت کنید. ارزم به حضورتون، این آقایی که زنگ میزنه میگه آقا من پول دارم و میخوام به مردم بدم، این همه بدبخت کارتون خواب و نمیدونم کنار خیابونا داریم، پس چرا برنمیداره به اینا کمکی بکنه؟ آقا باید بهش بگه آقا خجالت بکش. یعنی نمیدونم باید به اینا چی گفت. اما میخواستم یه درخواستی هم ازتون داشتم که اگه میشه یه سیستم خط وایبر یا واتساپ، اگر میشه شماره درست کنید که مردم بتونن راحت‌تر تماس بگیرن، چون واقعا سخته از اینجا زنگ زدن برای تماس گرفتن با شما. خیلی خانم دانشور میخوان با شما صحبت کنن، فقط نمیدونن راهشو، نمیدونن، میترسن یا حالا هزینشه. بعد میخواستم بگم که به نظر شما، البته این از اتاق فرمان پرسیدن که از چه شماره باید زنگ بزنیم در مورد این دستمزدام، یعنی اینایی که میان حالا از طرف حکومت طرفداری میکنن از اینا، میگن نه بعض مردم خوبه و به حساب حرف شما، ببخشید نظر میخوام، یا این حرف مفت میدنید. آقا این خط فقر رو خود حکومت شما گفت که 3,500,000، وقتی خود رئیس جمهوری که انتخاب شده داره میگه آقا 3,500,000 زیرش خط فقره، تو دیگه چرا میای زر مفت میدن روی تلویزیون؟ تو جات خوبه، داری میخوری به حساب، حالا خدا میدونه از کجا داره بهت میرسه، خبر از بقیه نداری. من خودم به خدا قسم اینجا کسی رو میشناسیم خواهم دانش، و یه زن بدبختی با دوتا بچه، مردم براش خونه بلوک گذاشن رو همدیگه، یعنی نه آب داره نه برق، مردم براش قضا میبرن و نمیدونم کمکش میکنن. بله وقتی پدر من فوت شد، رخت خواب پدر خودم رو بردیم اونجا گذاشیم که روش بخوابن. اینا انقدر یعنی بگم بدبخت هست. بله درود به شما، متشکرم از صحبت‌های خوبی که داشتید. بله خیلی ممنونم. در مورد تلفن بگم، شماره تلفن تماس رو اتاق فرمان به شما دادن. باز تو برنامه من قطع میکنم چون دوستان دیگه رو خط هستن، ولی باز تو برنامه فقط می‌خواستم بگم ان‌شاءالله پیروز و معید باشید، زنده باشید. شماره رو دادن اتاق فرمان، شماره 2044 777 98 98 968. خط وایبرم رو من تدارک دیدم، به زودی خط وایبر رو اعلام میکنیم که با توجه به این ابعادی که شما میخواید تماس بگیرید، یا حتی در حین اعتراض و برنامه هست عکس بفرستید، گزارش بفرستید، الان دیگه باید حتما این خط در اختیار شما قرار بگیره. ولی تا مادام که این وایبر رو اعلام میکنیم، شما به همون شماره 2044 777 98 98 968 زنگ بزنید، و فقط کافیه که بگید میخوایم با ما در تماس باشید، بعد ما خودمون با شما زنگ میزنیم که هزینه‌تون زیاد نشه. این امتر و مطمئن‌تر هستش. به هر حال درود به شما، متشکرم از صحبت‌های بسیار خوبی که کردید. کانال جدید بفرمایید.
بفرمایی. الو. بله سلام. الو. بله بفرمایی. الو. بله. سلام علیکم. سلام به شما. خانم دانشور. بله. ها. بفرمایی. صداتون مفهوم نبود دوست عزیز، معطل نکنید، صحبت کنید. خیلی خوشحالم که خانوما امشب بیشتر دارن زنگ میزنن و متاسفم که نتونستید صحبتتون رو بکنید. در حال صحبت های این دوستمون من استفاده میکنم از فرصت. شما عزیزانی که اومدید اینقدر پرشور تو این برنامه صحبت کردید، اینکه بیکاری چیکار کنید، اینکه اعتراض داری چیکار کنید و همه این مسائل، یکی از چه باید کرد ها تماس با همین حزب هستش. این دوستمون گفتن خیلی ها میخوان با ما تماس بگیرن و من خیلی خوشحالم و این صدای شماست، این کانال شماست و این حزب شماست و یکی از چه باید کرد. همونطور گفتم اینه، این صفحه ما رو قوی میکنه. ما باید تو تمام شهرها نیروی سازمان یافته داشته باشیم، تو تمام کارخونجات، تو تمام محلات، تو دانشگاه ها و همه کسانی که حرفای ما رو حرف خودشون میدونن، صحبتهای ما رو صحبتهای خودشون میدونن، اینو پاسخ میبینن. تقاضای من اینه که اولا تماس بگیرن و ثانیا این بحثا رو تبدیل به عمل بکنن. اونجایی که هستید با دوستانتون جمع بشید و نقشه بریزید برای فعالیت، برای اعتراض. از همین اعتراضات همین امروزمون میتونیم اینا رو مبنا بگیریم و قدم به قدم بریم جلو برای اینکه جمهوری اسلامی رو خفه کنیم. خاص افزایش دستمزد خاص مهمی هست دوستان و با این خاص همونطور که دیدید هزاران معلم اومدن، فقط گفتن خط فقر 3,500,000 معلم 1,000,000. هزاران معلم اومدن و میبینید که چه امیدی دادن به مردم و در اینا نشون دادن که میشه جمعیت اگه زیاد باشیم میتونیم قدم‌های بسیار بزرگتری برداریم. و این جواب اونایی که میگه میزنن، میکشن، نمیدونم دستگیر میکنن، جواب اونا رو میده که نه خیر، اینا تبلیغات جمهوری اسلامی است. بله جمهوری اسلامی سرکوب میکنه. جمهوری اسلامی یکی از جنایتکارترین حکومت هاست. جمهوری اسلامی بالاترین ردیف اعدام‌ها رو داره. ولی با وجود این هزاران معلم میان میگن خط فقر 3,500,000 و حقوق ما 1,000,000 و ما اینو قبول نداریم. و هرچی این اعتراضات بیشتر باشه جمهوری اسلامی ضعیفتر و مفلوکتر خواهد بود. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. بذارید من بدون از سن از آیدون زنگ میزنم. بله خواهش میکنم، صحبت کنید. میخواستم بگم به خودم و ملت ایران همه مون زیر خط فقر رفتن زندگی میکنیم. این چه وضعیه و چه مملکتی که اتومان درست کردم به خدا. اصلا من این جوان 25 ساله هم الان میخوام کار ندارم، خدا شده با اوقع روزی 20,000,000 دارم کار میکنم. یعنی باید من چجوری باید فرده و سال ازدواج کنم، صاحب زن بشم، خونه بشم، چجوری با کدوم با کدوم سرمایه؟ شما اگه میخواستم نازم بگم که از مردم استان گیلان یا استانهای دیگه خواهش میکنم که اینقدر ساکن نمونن، بالا بلنشن، تاکی سکوت. به خدا خواهونی خسته شدیم از دست این رژیم. لعنت به چخونده، لعنت به خامنه‌ای، لعنت به خامنه‌ای، لعنت به همه شون. یا ما جواب ها چجوری بدن؟ چجوری با جواب ها بدن؟ با مردم پاشین خدا شده. با او خوشی ستو و عرشتو هم که میشون بکنه نیگه. نه مهیده نه پول داریم، نه کار داریم، نه لباس داریم. یه اومه داریم با بدبختی زندگی میکنیم. اما مردم میداشتیم، مردم واسه اینا. شما اینکه مردم ایران، شما اینکه میخواد باید ظلم ببینیم، ستم ببینیم، چرا نباید بیدار باشیم، چرا نباید اظهار کنیم، چرا نباید شعار بگیم، بریم بر ضد این حکومت. خانم برشتن ممنونم، شب خوش داشته باشید. ممنون از شما جوان پرشور. این فریاد یک جوان تو ایران با روزی 20,000 تومان چیکار کنم، چطوری زندگی کنم، چطوری ازدواج کنم، چگونه خونه داشته باشم، چگونه بچه دار باشم، بچه‌مو چطور بفرستم تحصیل، این سوالای واقعی جوانا تو این مملکت. این وضعی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده، شب نوروز، شب عید، مردم ببینید چی تو دلشون هستش.
و فراخوان این روز عزیز ما به همه مردم، به همه بخش‌های جامعه. و جوان عزیزی که از زاهدان زنگ زدید، اولین کار اینه که شما که اینقدر پرشور دارید، فریاد میزنید، صحبت میکنید، با ما در تماس باشید و فعالیت کنید. دوستان دیگر رو هم که مثل خودتون هستن تو شهر زاهدان جمع کنید، یه جمع حزبی زاهدان رو درست کنید و این جمع حزبی زاهدان اعتراضات مردم تو زاهدان، اعتراضات جوانات و زاهدان رو بتونید دور خودش سازمان بده. میتونید برید NGO علیه بیکاری درست کنید، میتونید علیه خشونت علیه زن سازمان درست کنید، میتونید تو محلات تشکر درست کنید. ما باید همه جا متشکل بشیم، نیرو جمع کنیم تا بتونیم با قدرت زیادی این حکومت رو به زیر بکشیم. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام میکنم، بفرمایید. خانم دانشور؟ بله، بفرمایید. حالت خوبه؟ من خوبم، متشکرم، صحبت کنید. خودت مرسیم؟ بله، من قطع میکنم، دوباره زنگ بزنید تا مطمئن شید که درست زنگ زدید. بله، ایشون معطل کردن و ما مجبوریم قطع کنیم وقتی دوستان اینجور وقت میگیرن. به هر حال از این دوستمون از زاهدان خیلی تشکر میکنم و خیلی قشنگ، خیلی شیوا اعتراضشون رو بیان کردن. و این اعتراضاتی که اینجا شما میشنوید، اینجا خودش مثل یک میتینگ اعتراضی، انگار یک تجمع اعتراضی، این انعکاس وضعیت جامعه است. در این چنین شرایطیه که به قول اون دوستمون که اعتراضات یک سال اخیر به ویژه این یک دو ماه اخیر رو فشرده‌شو گفتن، پر جنبوش جوش ترین و بی سابقه ترین اعتراضات رو شما شاهد هستید تو همین یکی دو ماه اخیر. خط فرق به قول دوستان و بنابر فاکت ها و واقعیت ها، بخش عظیم جامعه زیر خط فرق است. معلم، پرستار، بازنشسته، جوان، بیکاران، کارگران، همه بخشای عظیم جامعه زیر خط فقر هستن. بخش عظیمی از همین جامعه در اعتراض هستن و یا دارن میان جلو. معلمان یه صف وسیعی هستن. پرستارا یه صف وسیعی هستن. کارگران نیروی 22 میلیون، چقدر میلیون خودشون آمار میدن کارگران هستن. تازه اون بخشی که تحت پوشش قانون کارشون هست. و همه اینا دارن یک فریاد رو میزنن. این وضع رو قبول نمی کنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. حالت خوبه؟ ممنونم، من خوبم، بفرمایید. الو. بله. خدا مرگ بده. بله، خدا مرگ اینها رو بده. بله. اینم اظهار نظر این دوستان بود، خدا مرگ اینها رو بده. بله، جامعه میخواست سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. و مسئله اصلی اینه که تو این وضعیت ما باید چی کار بکنیم. باید بحثمون به اینجا برسه. نتیجه برنامه مستقیم ما وقتی امشب همچین بحثی میذاریم یا تو بحث‌های مختلف، نتیجهش باید اعتراض سازمان یافته ما باشه، نتیجهش باید نقش عمل ما جوونا باشه که چی کنیم. همین سوالاتی که میای اینجا مطرح میکنید، خب ما جوابش میدیم و شما باید اونجا اجرا کنید و این راه نجاتمونه. شما و ما با همدیگه این راه نجاتمونه. نهاد درست کنید، تشکل درست کنید علیه بیکاری. این همه جوان بیکار تو تمام شهرها، چرا یک بارم فراخوان جوانان بیکار علیه بیکاری جلوی مراکز کار و اداره کار سطح سراسری فراخوان شدیم؟ یه عده بیافتید جلو، نقشه کارتون این باشه. از شهر خودتون شروع کنید. با شهرهای دیگه تماس بگیرید. با اقوامتون تماس بگیرید. نیرو جمع کنید. از یک جای شروع کنید، برید جلوی اداره کار و بگید یا کار یا بیمه بیکاری. بگه درمان رایگان حق مسلم ماست، تحصیل رایگان حق مسلم ماست، حق حقوقتون رو طلب کنید.
عکس ها و گزارشاتش رو بذاری روی یوتیوب و روی سایت ها برای کانال جدید بفرستید و ده تا ما میگیم که ببینید در آبادان جوان ها این کار رو کردن، ببینید در زاهدان جوان ها این کار رو کردن، ببینید در مشهد، در سنندج، در مریوان، در فلان شهر، و این میشه گسترش اعتراض. و اینجوریه که کانال جدید میتونه نقش دامن زدن به اعتراضات سراسری، سازمان دادن این و جهت دادن به این رو بتونه پیش ببره. ما تلاش میکنیم این گفتمان ها رو به وجود بیاریم، گفتمان بر سر این که خط فقر رو قبول نمیکنیم، گفتمان بر سر این که این زورگویی ها رو قبول نمی کنیم. دستمزد کارگر باید سر موعد خودش پرداخت بشه، نه پرداختنش جرم جنایته. نتیجه این که ده ماه دستمزد کارگر رو نمیدن یعنی این که تنفروشی بیشتر، یعنی اعتیاد بیشتر، یعنی خودکشی بیشتر، یعنی کودک کار خیابان بیشتر، یعنی همه این بدبختی و مصیبت هایی که جمهوری اسلامی سر مردم آورده. همونطور که گفتم اینها منتظر اینها نباید شد. ممکنه یه عده بگن حالا صبر کنی تحریما بگذره، تحریما تموم شه، تخفیف شه، بعد تو خوب میشه و اشتغال میشه. نه خیر، اینا همه دیگه تجربه کردیم ما مردم، 30 و چند سال اینا رو دیدیم. نتیجه هر چی بشه نتیجه به چاپ چاپ و دوزی ها و پول بالا کشیدن بیشتره آیت الله میلیاردر میشه. کانال جدید بفرمایید. الو، سلام خانم اشتر، خوبی؟ خسته نباشید. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. من با حقوق ساعتی کار میکنم و ساعتی 3500 میخوام. خدا بکی بگم تو ایران همچین کاری برای خودشون انجام میدن آقایون؟ این همه تو مجلس با این همه نماینده های بی عرضه که ما تو خوزستان داریم، خدا بکی میخوام با یه جوون 25 ساله جی بازی میکنن، دل دارم خودشو که جی با ما جی بازی میکنن. چند نفر میشه اگه ما به ما هم پول بدن ما بریم خدمت اگه باید پول ما بدن بتونیم کار بکنم. اگر این درستش نیست خدا بکی، ساعتی 3500 کار هستم تو ایران. بله، دست شما هم درد نکنه خانم داشتن. زنده باشید. جوانان که اینجوری فریاد میزنن، خودشون با این پول، خود خامنه ای، خود رفسنجانی، روحانی، نمایندگان مجلس با روز 3500 تومان زندگی میکنن. ببینید آقازاده ها و ماشین های آخرین سیستمی که تو اروپا بی نظیره، زیر پای ایشون تو خیابون های تهران شما میبینید و این وضع مردمه. کانال جدید بفرمایید. الو، قطع شد. بله، آخرین ماشین های آخرین سیستم زیر پاشونه، مدل هایی که خونه هایی که افسانه ایه، تصاویری که نمیدونم خونه های گردان و تصاویری که توی سایت ها فقط میشه دید. سوال این دوست جوان ما درسته، آیا خودشون با دستمزد روزی 3500 تومان زندگی میکنن؟ شورای عالی کار تشکیل میشه، تازه دعواشون اینه که 60% به 608000 اضافه بشه، 30% بشه، 10% بشه. باید بگیم بساط این کثافت رو جارو کنید. ما برده نیستیم که اینجوری بشینید در مورد دستمزد ما اون بالا تصمیم بگیرید. خود شما حتی اگه حرف شورای عالی، کانون عالی شورای اسلامی، خود شما با 900000 تومان زندگی میکنید. وقتی که درمانم نیست، درمان رایگان نیست، وقتی که تحصیل رایگان نیست، وقتی که هیچ بیمه و هیچ تأمینی برای مردم نیست، آیا شما خودتون این زندگی رو قبول دارید؟ سرتاپای این حکومت جنایت و نابرابری، به قول این دوست عزیزمون تو تمام سطوح. و دیگه زنا که یه بخش محروم و تحقیر شده دائمی جمهوری، چون تو فرهنگ اسلامی، جمهوری اسلامی نصف مرده، دستمزدش، حق حقوقش، حق ارثش، از هر حق حقوق محروم، تبعیض جنسیتی، تفکیک جنسیتی،
به راحتی از کار بیکارش میکنن، سوء استفاده از موقعیت کاریش میکنن، همه این چیزا. مثل حکومت هیتلری فاشیست آلمان، اینا علیه زنها این رفتار رو دارن میکنن. اینم وضعیت زن هست، اینم وضعیت جوون هست. جوون میگه لیسانسم، بیکارم و هیچ پولی ندارم، نمیتونم برای خودم زندگی تشکیل بدم. خیلی از جوان ها تحصیل میکنن و بعد مجبورن مدارکشون رو قایم کنن، با مدرک دیپلم برن که بتونن یه کار ساده ساختمانی بگیرن که بتونن فقط سیر بخوابن، فقط شکمشون رو سیر کنن. خیلی از جوان ها مجبورن این کار بکنن. خود دولت تو آماراش میگه بحران بیکاری جوان ها و اونم بخش تحصیل کرده دانشگاه ها. خانواده کارگری، خانواده معلم، پرستار با هزار بدبختی بچهشو میفرسته تحصیل و بدبختی که بچه از تحصیل میاد بیرون، میاد بیکار تو خانواده و باید با یک حقوق 10 نفر آدم زندگی کنن. معلومه که این وضع قابل دوام نیستش. منتها اتفاقی که افتاده اینه که مردم دارن سازمان میدن به خودشون، معلم ها دارن سازمان میدن به خودشون، کارگران دارن سازمان میدن به خودشون، پرستاران دارن میدن سازمان میدن به خودشون، بازنشسته ها دارن سازمان میدن به خودشون و با خواستای روشنی دارن میان جلو. یک قدم مهم اینه که تو این اعتراضات جریانات سازشکار، جریاناتی که سعی میکنن مبارزه ما رو بکشونن پشت این بخش جناح حکومت و اون بخش جناح حکومت، از سر مبارزه مون دور کنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام به شما، بفرمایید. با خانم دانشمند هم صحبت میکنم. شهلا دانشور هستم، بفرمایید. قطع شد تماسشون. بله، اینا رو اجازه ندیم که مبارزه ما رو به بیراهه ببرن. تو جریان معلم ها شما خاطرتون هست، سال هاست که معلم ها رو تحت عنوان نظام هماهنگ، نظام هماهنگ سر می دونن و مبارزات دهم اسفند نقطه عطفی بود، پایان این شعار گنگ و ناروشن بود. معلم اومد گفتش که چرا خط فقص 1,500,000 و معلم 1,000,000. اومد صریح و روشن حرفش زد و خواهان افزایش حقوقش شد. یه ده اومدن گفتن تجمع سکوت، نمیدونم فریاد من سکوت، من فریاد من. معلم اومد شعار داد زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خواستاش روشن تو دستش گرفت و با دست گرفتن اونها فریادش رو اونچنان بلند به صدای جامعه رسوند، به گوش جامعه رسوند که امیدی شد در دل مردم. در رابطه با پرستاران هم همینجور، جریاناتی تو خانه پرستار اومدن گفتن سکوت، آرامش، الله اکبر، صلوات. پرستارا اومدن شعاراشونو گفتن و تا وقتی که اجازه بدیم که این جریانات مبارزه ما رو به تفرقه بکشونن، شعارهای ما رو به بیراهه بکشونن، همونقدر دیرتر به نتیجه میرسیم، همونقدر بیشتر فرصت میدیم به جمهوری اسلامی. یک نقطه قدرت مبارزات معلم ها این بود که اطلاع رسانیشون رو با مدیای اجتماعی انجام دادن و وسیعا شهرهای مختلف باخبر شدن و به این شکل اگر ما معلم ها، ما پرستار ها، ما کارگر ها خودمون ارتباطات خودمون رو داشته باشیم و شعارامون روشن و شفاف باشه، هیچ جریانی فرصت نمی کنه اعتراض ما رو، میدون پیدا نمیکنه اعتراض ما رو به بیراه بکشونه. کانال جدید بفرمایید. شب بخیر خانم دانشور، حال شما خوبه؟ شب شما بخیر، بفرمایید. زنده باشین. دیروز تشریف نداشتید، میخواستم 8 مارس رو باز به شما هم تبریک بگم. متشکرم، زنده باشید، بفرمایید صحبت شما چیه؟ لطف دارید. خانم دانشور، سوال برام پیش اومده در رابطه با این حکومت آقای روحانی. خانم دانشور شما نگاه کنید، در الان ایران
مثلا صنف معلم داره اعتراض میکنه در رابطه با حقوق، کارگر همینطور، پرستار همینطور، دکتر مهندس، همه اونایی که واقعا به هر نحوی به این کشور خدمت میکنن، الا چند تا. یکی بسیجی ها نمیان بگن که چرا حقوق ما اینطور شد یا اونطور شد، یکی اطلاعاتی ها، یکی پاسدارا، یکی این آخوندا. اینا هیچ وقت من ندیدم بیان راهپیمایی بکنن بگن مثلا چرا این رژیم حقوق اینا رو عقب انداخته یا اونا رو بیکار کرده یا مثلا چیز کرده به طب کاری کرده که اونا مثلا وضعیتشون نابسامان بشه، از نظر وضع زندگی به فرق برسن. من ندیدم، تا حالا من نشریدم، نه تو تلویزیون، نه تو رادیو، نه تو رسانه های به طب گروهی. اینه که برای من سوال پیش اومده چرا این قشر سرکوبگر همیشه تمام سرمایه ها صرف اینا میشه. شما اگه نگاه کرده باشید تو برنامه و بودجه سهم سپاه بیشتر از سهم وزارت آموزش عالی بود، بیشتر از سهم کارگران بود، بیشتر از سهم خیلی از قشرهای فقیر بود. یعنی من کارگر بیکار میکنم همین پولو میدم به پاسدار سرکوبگر. این بده، این نباید باشه. ما باید اعتراض کنیم که چرا این قشر سرکوبگر هیچ وقت کم نمیارن، همیشه حقوقشون پا برجاست، هیچ وقت هم از کار بیکار نمیشن. اگه هم نیست من خداحافظی میکنم. متشکرم، نکته بسیار خوبی گفتن، درست میگن. و وقتی که ما میگیم تبعیض قبول نمی کنیم، یعنی تبعیض حقوق من کارگر، من معلم، من پرستار با نماینده مجلس، نه با کنار دستی خودم، که حالا فرض کنید اون چرا 2 میلیون میگیره، من 600 هزار، تازه اونم که 2 میلیون میگیره زیر خط فقره، یه درصد محدودی هم که اونو میگیرن. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دارشبر. سلام به شما، بفرمایید. اون مسائلی که شما درباره مردم ایران یا درباره کشور ایران میگید همشون درسته. بله، به خاطر اینه که مردم ایران عقل ندارن. یه ضرب المثلی هست میگه عقل که نبود چون در عذابه، در زبان لوری میگه عقل که نبود چون در عذابه. وقتی که مردم عقل نداشته باشن این مشکلات همه به خاطر بیعقلی وجود میاد. خداحافظه. بله، رفتید، میخواستم صحبت کنم. ببینید مردم عقل دارن و مسئله مانع حکومت یک قدرت سیاسی دسته یک حکومتیه که حکومت سرمایه‌داری حاکمه، که با ابزار سرکوبش، زندانش، مجلسش، دستگاه قضاییش، قوانینش به گرده مردم حاکمه. و مسئله راه حل اینه که این حکومت این قدرت سیاسی رو باید انداخت دور، اینو باید به زیر کشید. راه نجات ما اینه و همه مردم همینو میگن، همه مردم میخوان سر به تن این حکومت نباشه، بنابراین عقل دارن. مثلا اینه که چطور، و اینجا خب ممکنه یه جاهای ناباوری به وجود میاد، یه جاهای تفرقه به وجود میاد، یه توهم پیدا میکنن که بله حالا اگر از این راه برن شاید بهتر به نتیجه برسن، اگر آمریکا بیاد شاید زودتر خلاص بشن، اگر اسرائیل بیاد شاید زودتر خلاص بشن، اگه برن دنبال روحانی شاید زودتر خلاص بشن. و وظیفه ما اینه که بگیم نه، اینا همه چاه راه نیست، اینا همه بدبختیه، اینا همه وقت خریدن برای حکومت حاکمه. اینا کانال جدید بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور، شما فرمودید که یه سری نیروهای سازشکار هستن میرن پشت این و اونا، ما باید اینا رو افشا بکنیم و از این صحبت ها. واقعیش اینه که نیروهای سازشکار اصلاح طلب و ملی مجلس حزبی و نمیدونم ملی اسلامی، تمام این بمبارچه های حکومتی، فرقشون با ما کمونیست کارگری اینه که اونا روی خیابونا را میرن. کجا را میرن؟ تو مراکز قدرت، جایی که اینی داره مادیت داره. ما از کمونیست کارگری بیشتری نیروهامون رو گذاشتیم پشت تلویزیون، پشت میخوام اینترنت، میخوام بگم نه تو کف خیابون. یعنی ما خط فقر 3 میلیون فلان نمیدونم حقوق ما فلان تا که مردم اینه بیشتر میدونن. مردم الان شما میخوان راحت ما آقا چیکار کنیم؟ آقا این صد رو بچکنی. از من فکر میکنم دیگه چیز به کنی چیکار که راحت باید نشون بده. من تو میدونم همون تظاهرات موزهی با کم کم امسال شروع بشه، با
برنامه‌ریزی بکنی، کادرهای حزب پیشتاز بشه، یک زمانی پیشتاز می‌شدن، می‌رفتن می‌دیدن طلنترین خلص صدا می‌کردن می‌دیدن از این اصلا اونا غلطه. امروز دست اصلی بودن خطاست، غلطه، خیانت از مردم فیلن باید فقط و فقط سازمان بید از خط خیابونا رو سازمان بدید ایجاز بکنید. بله این خط فرقه فران که هر روزم یه این صحبت بکنید چه فایده داره؟ سازمان به حزب کمونیست پیش آهنگاش باید بیان اعلامیه مستقیم با مردم تو خیابونا هر روزم با اعلامیه حرف تاویسونه تو پارکا تو خیابونا تو مراکز کارگری مردم بفهمن که آقا فقط پشت تلویزیون خب سازمان طلبا هم هستن فلان هستن فلان هستن خیلی در اینترنت فلان از اینترنت فیسبوک دوباره برمیگرده به خیابان بهار عربی چی نشون داده به ما نشون داده که اینترنت کسی که با اینترنت بخواد بیاد فقط جلو دوباره برمیگرده به همون اینترنت مثل تونس مثل تونس باگشون به همون اینترنت برای تو خیابونا کف خیابونا را نرفتن شما باید که سازماندهی بکنی برای کف خیابونا یعنی اونجا به سازمان بدی تجارب بهار عربی به ما اینو نشون داده مردم از شما این انتظار دارن مردم همه این چیزا رو دارن با گوش و خونشون دارن احساس میکنن شما دارن دوباره داری امینه به مردم میگی به چیزا بهتر از شما میخوان متشکرم من توضیح میدم خیلی ممنون من دو سه دقیقه اگه اتاق فرمان اجازه بدن توضیح بدم ببینید میگن که مردم کادرهای حزب بیان اینجا اطلاعیه پخش کنن اینا من میخوام بگم کادرهای حزب اونجا دارن اطلاعیه پخش میکنن کانال جدید هر شب مثل توپخانه تبلیغی داره اطلاعیه پخش میکنه دوست عزیز داره کارزار را میندازه تو کف خیابونا ما حاضریم معلم ها بی خودی اون پلاکارد معلم 3 میلیون و 500 خط فصل 3 میلیون و 500 معلم 1 میلیون رو بر نداشتن ما داریم گفتمان ایجاد میکنیم جنبش علیه اعدام چجوری شکل گرفته من حالا صحبت میکنم در مورد این کانال جدید بفرمایید الو بفرمایید الو بله سلام بفرمایید الو بفرمایید میشه بس کنید شد خانم بله شما صحبت میکنید رو خط هستید صحبت کنید لطفا الو بله صحبت نکردن بنابراین میخوام بگم که دوره ابزاری مثل کانال جدید هستش ما هر شب تو خیابونا تو خونه ها تو خیابون داریم اعتراضاتی که شما میبینید وقتی خانواده های کارگری تو اعتراض شرکت میکنن این ماییم وقتی که معلم ها پلاکارد برمیدارن میگن خط فقر 3 میلیون و 500 دستمزد 1 میلیون این ماییم وقتی که کارگر ها پلاکارد برمیدارن میگن خط فقر 3 میلیون و 500 دستمزد 608,000 این ماییم دوست عزیز نیرو خودمونو ببینیم اینو سلطنت طلب درست نمیکنه با کانالاش حتی تبلیغش نمیکنه زیر فشار ما ممکنه حرفشو بزنه برای اینکه اونا میگن اگه ما هم به قدرت برسیم تا 30 سال باید کمربندا صفر بسته بشه وقتی که زن میاد میگه قوانین ضد زن لغو باید گردد این مایی ما اینجا شهر مصیبت نمی کنیم که مردم خودشون میدونن و ما داریم حرف همون بدبختی ها رو میزنیم ما داریم جنبش را میندازیم این اعتراضاتی که تو جامعه هست تصادفی نیست دوست عزیز کانال جدید بفرمایید سلام به خانم دانشور عزیز سلام به شما بفرمایید من بگفتم بگم که این کارگرا واقعا با اینکه در مزیقن ولی زیاد فعالیت از خوش نشون نمیدن یعنی انتظار میده که اینا بیشتر بیان تو صحنه ولی مثل قشر معلم زیاد نمیان تو صحنه که اعتراض کنن با اینکه حقوقشون خیلی پایین تر از معلم هست بله. و فقیر ترین قشر جامعه به نظر من کارگرم ولی اونجوری که انتظار میره نمیان بله نه تو تظاهرات شرکت آنچنانی نداره خیلی ممنون من انتظار اینه که بیشتر شرکت من توضیح میدم دوست عزیز ممنونم منتها در توضیح قبلی حالا جواب این دوستمونم میگم در توضیح صحبت قبلیشون منتها با تشکیلات داشت بله با تشکیلات داشت و تشکیلات ما برای همه میگیم دوست عزیز شما که اونجا هستید دوستان دیگر رو با کانال جدید با این کمپین ها با این کارزارها سازمان بدید اونجا و اخبارش بیاد اینجا بگید تجربیاتش بیاد اینجا بگید موانعش بیاد اینجا بگید مشکلاتش رو بیاد اینجا بگید
و به این شکل ما تو یک رابطه، از این رابطه مستقیم تر، از این حس دست در دسترس تر. ما هر شب شما هر ابهامی دارید میاد اینجا، میتونید بیاید صحبت کنید و با هم دیگه هم نظری کنیم و دوباره راه حلی پیدا کنیم و اینجوری کف خیابانا رو سازمان بدیم. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، عذر میخوام من یک بار دیگه. بله سلام میکنم، بفرمایید. خب یه ذکر عزیزتون بگم که اومدن رو خط و نمونه انقلاب های بهار گفتن. بله من خواستم به یه دوست عزیز بگم، دوست عزیزم، مردم باید آگاه بشن، مردم به خصوص مردم باید متحد و متشکل بشن، امکان داره آگاهی هم وجود داشته باشه، ولی تشکل‌های واقعی و مردم به اندازه کافی حزب مدافع خودشون و در این حزب متشکل نشدن. ما نمیخوام نمونه انقلابات بهار عربی رو دوباره تکرار کنیم، مثلا انقلاب مصر یا تونس یا لیبی و غیره، دیدیم که چه به سرشون اومد به خاطر نبود یک حزب منسجم و متحد، به خاطر اینکه مردم متحد نبودن و قاطعهاشون روشن نبود، سر انقلابات رو بریدن، مردم دوباره به همون جای اول برگردوندن. ما نمیخوام این مسئله دوباره تکرار بشه، این حزب باید جای خودش رو در بین مردم باز کنه، مردم متحد و متشکل بشن و با قدرت آگاه و با قدرت و انسجام بیشتری در صحنه حضور پیدا کنن که وضعیتی مثل مصر، تونس، لیبی و غیره پیدا نکنن. از این که شرکت میکنید دوست عزیز در این بحثا بسیار سپاسگزارم، برای همه شما آرزوی تندرستی دارم. متشکرم، خیلی ممنون. به هر حال میخوام بگم که پشت صحبت این دوستمون یه نیت بالاخره اعتراض مهم خوابیده، به عنوان حزب کمونیست کارگری دارن توقعشون رو مطرح میکنن و این توقع بجاست. بجاست ما باید تشکیلات داشته باشیم، ما باید نیرو داشته باشیم و من اینو به خود شما برمیگردونم. ما تلاشمون اینه که اینجا رو دردای مردم، مسائل مردم، مصیبت‌های مردم، مصیبت‌های جامعه سرمایه‌داری حرف میزنیم، راه نشون میدیم و جلو در مقابل مواردی که ممکنه خطر برای مبارزات مردم ایجاد کنه، راستوی ها، جریان ها، سازشکار حرف میزنیم، صحبت میکنیم، همه اینها مثل یک توپخانه تبلیغی. کانال جدید بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام خانم شهر دانشور. بله سلام میکنم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم دوست عزیز، بفرمایید. میخواستم درباره حقوق زن ها با مردم. بله متاسفانه قطع شد، متاسفم دوست عزیز، دوباره زنگ بزنید. و یک خاصیت مهمه، یک اهمیت بسیار قابل توجه این صحبت ها اینه که مردم حزب خودشون انتخاب کنه. این مهمه دوست عزیز، این بخش مهمه از سازماندهیه. مردم ببینن که حرفاشون رو دارن از کانال جدید، از حزب کمونیست کارگری ایران میشنون. به این اولین قدم سازماندهی ما باید این رو، به همین دلیل تکرار نیست. به قول اون دوستمون ما این کار رو کردیم که دوستان بسیاری میخوان با این حزب فعالیت کنن و امروز به ما میگن وایبر اعلام کنید تا ما بتونیم راحتتر با شما در تماس باشیم. به خاطر اینه. کانال جدید بفرمایید. ببخشید، سلام علیکم، من دوباره اومدم. بله خوب کردید، خواهش میکنم بفرمایید. ببینید خانم دانشور، ببینید اینترنت و تلویزیون اینا زمانی کارایی داره که شرایط، یعنی اون کار ما مادیت پیدا بکنه، اون وقت تلویزیون کار کیفی بهش، یعنی بهش کیفیت میده، بهش ماهیت میده. من منظورم اینه که کادرهای حزب جوان، حزب کمونیست کارگری باید صف شکن باشه. تلویزیونای بیشماری هستن که از فساد طلب و غیر فساد طلب گرفته که همه اداره دارن که میگن که آقا ما بیایم اینجا رژیم با سرنگون بشه، هر روز فلان. خیلی خب، حالا ما بهترش میگیم، مثلا مردم اصلا از اینا گذشته، مردم میخوان ما چیکار کنیم. این خاطریزه اینا رو بشکنیم. تظاهرات موضعی کادرهای جوان حزب کمونیست کارگری تعیین کننده است.
حالا این ممکنه شما به من بگید آوانگاردیسته نمیدونم فلان، نه همین روش. بله اینا این روش ها هست تو کجایی با بشتر. بله متوجه نکتتون شدم، من حالا سر فرصت توضیح میدم، متوجه نکتتون کاملا هستم، ممنونم، خیلی لطف کردید اومد صحبت کردید. روی نباید کار بشید. بله متوجه هستم. ولی ببینید تظاهرات موضعی حزب کمونیست کارگر، تظاهراتی که حرفای رهایی بخش رو میزنه، تظاهرات ما جنبش، ما جنبش ها ما صحبت میکنم و این جنبش ها رو انتظار من اینه که کادرهای این حزب رهبران این جنبش ها باشن. انتظار من اینه کسانی مثل شما رهبران این جنبش ها باشن، برن تریبونا رو از آن خودشون کنم، جهت دهنده این جنبش ها باشن. جنبش وجود داره، جنبش برای بهبود زندگی، جنبش برای خواستا، جنبش علیه تبعیض علیه زن، جنبش علیه آلودگی محیط زیست، جنبش وجود داره. ولی این جنبش وقتی میتونه راه روشن و افق روشنی داشته باشه، وقتی میتونه فقط امروز رو نبینه، این رو ببینه که سرنگون میکنیم جمهوری اسلامی رو و به جاش خودمون قدرت رو به دست میگیریم، این که کادرهای حزب، اعضای حزب رهبران این جنبش باشن. و فراخوان ما به شما و به اعضای دوستان کانال جدید اینه که برید تو این جنبش ها این نقش رو ایفا کنید. کانال جدید بفرمایید. آقای دانشور، این راجع به مسئله امروزتون خیلی مسئله خوبیه، فقط موضوعی که اینا اجازه ندارن این فقر رو از سر مردم بردارن، تو فقر هم بیشتر میکنن، چون اینا از طرف انگلیس و آمریکا اجازه تام گرفتن، یعنی قسم خوردن که پدر ملت ایران رو در بیارن، اجازه نه ندارن که همچین کاریو بکنن. یعنی اگه بخوان خامنه ای که الان ولی امر مسلمین، اگه بخواد مثلا پاش اگیریم خودش جلوتر بذاره، برنامه‌ش اینه شاه میشه، برنامه‌ش اینه خمینی میشه. به هر حال اجازه بهشون نمیدن. حالا اینا خودشون که حالا جنایتکار هستن که واقعیته، ولی خب دسته پشت هم اجازه نمیده. بعدش هم میخواستم خدمتون بگم که این ریزگردهی که جامعه ایران، جامعه جمهوری اسلامی باعث شده که به خاطر همین خوشتالی ها و به خاطر این آب فروختن های آبای ما رو به انگلیس و کشورهای خارج میفروشن و کشور رو به خوشتالی کشوندن، جنگل ها رو تخریب کردن، اینا رو با این وضع کردن ریزگرده رسیده به تهران. یعنی همه نفس میکشی انگار داری خاک نفس میکشی، اصلا حالت مهد شده دیگه تهران. اگه کاری چیزی داری نفت بسید. متشکرم، خیلی ممنون. بله به هر حال نکات بسیاری هست که در آخر برنامه سعی میکنم جواب بدم. ولی ببینید دوست ما میگن که کار ما باید تلویزیون و مدیای اجتماعی وقتی هست که کار ما مادیت پیدا کرده باشه بعد اونا طوفان کنن. من میخوام بگم که اینجوری نیست. تلویزیون و مدیای اجتماعی امروز نقش سازماندهی دارن و همطور که توضیح دادم ما اینجا حرف میزنیم مثل توپخانه تبلیغی، ما اینجا نشون میدیم و سعی میکنیم به مردم بگیم مردم این حزب شماست که داره حرف شما رو میزنه، حرف دل شما رو میزنه، خواستاش انتخاب، مردم باید انتخاب کنن، مردم باید رهبرشون انتخاب کنن و در این حال ما سازمان میدیم و اعضای حزب، کسانی که به این حزب تماس میگن میگن میخوایم فعالیت کنیم، میگن برید مردم رو سازمان بدید، برید این اعتراضات سازمان بدید، برید این خواستا رو ببرید تو جامعه، برید کانال جدید رو ببرید تو جامعه. بله سلام بفرمایید. میخواستم صحبت کنم. بله صحبت کنید بفرمایید. بانو عمر کرمانشا. بله خواهش میکنم. اینکه آمریکا و اینا اجازه نمیدن مردم باید فقیر باشن، این حکومت اجازه نداره به مردم چیز کنه، اینا ببینید مسئله اینه که خب آمریکا و سیاست ریاضت اقتصادی سیاست بحران سرمایه‌داری جهانی است. یونان زیر این بحران اقتصادی له شده، زیر قرضایی که به صندوق بین‌المللی پوله، ولی جنبش رو افتاد گفت ما این قرضا رو نمیدیم، این پولا رو 1% ها بالا کشتن، چرا ما مردم باید بدیم؟ و دولتی اومد رو کار که مردم انتخابش کردن. حالا اگه این دولت خواستای مردم جواب نده، مردم اونا میزنن کنار. بنابراین جواب داره اینا دوست عزیز.
به علاوه این که این حکومت به قول خود شما حکومت فاسد و جنایتکار و دزد و 36 سال بر گرده مردم حکومت کرده. کانال جدید بفرمایید. بله. سلام خانم دانشور. سلام بفرمایید. شما خوبید؟ جه نمیشم صداتون قطع شد. بنابراین این هم جنبه ای از مسئله است. من میخوام بگم هر چیز رو باید جای خودش گذاشت. اگه انقلابات بهار عربی با قول شما به نتیجه نرسید، علتش نبود که چون با مدیای اجتماعی و وایبر و تویتر سازمان داده اتصابات شد، تونست فوری از شر بن علی و نمیدونم مبارک نجات پیدا کنه بود. نه، علتش این بود که یه حزبی مثل حزب ما نبود اونجا که جهت روشنی رو بده به مبارزات مردم که سوار وسط را مبارزه رو به بیراهه نکشونن. ولی همونجا هم نگاه میکنی اعتراض ادامه داره. مردم تونس حزب اسلامی ها رو زدن کنار، مردم مصر اسلامی ها رو زدن کنار. همین الان مردم مصر راه موفقیتشون اینه که ادامه بدن مبارزشون. الان اونجا کارزاری را افتاده تحت عنوان کارزار قانون عادلانه برای کارگران، دارن خواستاشون رو مطرح میکنن. ولی بالاخره باید یه حزبی بیاد بگه که کل این سیستم رو نمیخوام، کل این نابرابری تبعیض رو نمیخوام. برای همینه که ما میگیم سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی همه جناحای حکومت باید برن کنار. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی ارتش و سپاه و همه دمدستگاه سرکوبش باید بره کنار. نه اینکه دوباره نظامی ها و ارتش و ارتش برادر ماست رو بیارن به مردم غالب کنن. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی همه قوانینش باید به دور انداخته بشه. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی دستگاه قضایی و همه سیستم بروکراسی، یعنی مردم قدرت دست خودشون با این باشه. باید ما تعریف کنیم سرنگونی که بلای مصر و تونس سرمون نیاد. مشکل اینه. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. منم به نام سید عبدالله هستم. بله، خواهش میکنم بفرمایید. اینقدر فقر فراموش شده که مردم درآمدشون پایینه، بیکارن. عید ما امسال آزاد، یعنی مردم هنوز 5 روز مونده نمیتونه خرید کنن. زنه یه زن خانمی به من گفت تا 6 ماه دیگه من نمیتونم خرید کنیم. شوهرش بیرون کردن این میره خونه ها را تا میزید کنه، نظافت بکنه، روزی 20 تومن بهش میدن، نمیتونه خرید کنه. با این فقر و تندرستی یه خانومه امروز با اومد پیش من، گفت آشنا بود خانومه، گفت غذا درست کرده بود به بچه هم داده بود به علم مدرسه که گشتشون بشه، از اون غذا بخوره که دیگه گشتشون نمیشه، چون تو مدرسه دیگه تغذیه نمیده. که یکی از مدیران مدرسه دیگه که جلوشی گرفته قضا نباید بیرین مدرسه، ما اینجا دکه باید خبیر از ما باید بخریمه، یعنی قضا خودش داده به بچه جلوشی گرفته نباید قضا بیاره از خونه تو مدرسه بیاری دیگه باید فول نه ما یک کوکوی چی که دوست دو بچه نه ما بچه مدرسه دکه بریم از ما باید بخریمه. یه صندلی چیکی به درد خواه 1000 تومان ما اینه دو فرصت تو مدرسه دانش آموزه میگیره. تو مدرسه درست که من محل کاسبی خورشون سرامات خورشون درست میشه کنم با این 1000 تومن ماهی داره ازشون میگیره 1000 دینی چرا 2% میگیری نخواه اینه. بله متشکرم، خیلی ممنون دوستان رو خط هستن. بله اصلا عید شده برای مردم آزار شده این عید، اصلا هنوز مردم نمیدونه خرید کنن. خیلی اصلا اومد فکر کنم سال 94 سال سرنگونیه، اینا رو باید سرنگون کنید. بله. سال 94 باید تشکر کنیم. ممنون. زنده باشید. متشکرم. سال 94 سال سرنگونی، دقیقا فضا اینه. کانال جدید بفرمایید. الو سلام خاتونم. سلام به شما، بفرمایید. الو. بله. خیلی ممنون، مرسی. خانم دانشور. بله. الو. بفرمایید. صدا میاد؟ بله، صحبت کنید. الو. خواهش می‌کنم. خانم دانشور ما مادری داری؟ لطفا. بله قطع شد. به حال وقت خودتون رو از دست میدید، به شما توضیح میدیم که اینقدر علا نکنید و صحبت کنید. در حال بحث های مهمی هست. دوستان به درست از حزب خودشون توقع دارن، از کانال جدید توقع دارن،
و میگن شما جواب هستید و این نکته درسته. منتها ما هم از شما دوستان توقع داریم، ما هم از همه شما که پای کانال جدید میشینید و خودتون رو کانال جدید و حزب کمونیست کارگری و با این حزب میتونید توقع داریم. این حرفا تکرار خواهد شد تا وقتی که به یک جایی برسه. وقتی میتونیم جلو این تکرارها رو بگیریم که عمل کرده باشیم. بنابراین جنبش ها رو با جنبش هامون بیای جلو. با خواستامون بیایم بر جلو. جلوی توهم پراکنی و جلوی به بیراه بردن مبارزات مردم رو که عقب میندازه ما رو از اعتراضاتمون، ما رو کند میکنه مبارزاتمون، هر جا که با اینا رو برو میشیم جلوش بیستیم. جلو شورای اسلامی و خانه کارگر و نمیدونم کسایی تو پوشش خانه پرستار و نمیدونم تو کسایی که میان رنگین کمانیه دیگه. شما نگاه کنید خانه پرستار رنگین کمانی، از یک معلم از یک پرستار معترض توش هست تا کسی که میگه رهبر اگه فرمان دهد. همونطور که توی کانون صنفی هم یه شعار میبینید که بنابر فرمایشات رهبر. فرمایشات رهبر چیه جز سرکوب و اعدام و جنایت علیه مردم؟ اجازه ندیم اینا رو تو تظاهرات های ما بلند کنن. و اگه بلند میکنن اونقدر صدای اعتراض ما بلند باشه که اینا به حاشیه بره، همونطور که معلم ها کردن. بس من اینست که اونجا جنگ و جدار را بندازید. بس من اینه که اونقدر شعار آزادی خواهانه، رادیکال، انسانی، خواستای شفاف باید برجسته باشه تو اعتراضات که اینا هر نوع تلاشی برای منحرف کردن و به بیراه کشوندن اعتراض ما به حاشیه بره. به سماجت، به پیگیری. اگر رهبرمون رو، رهبر کارگری رو دستگیر میکنن، احضار میکنن، فوراً باید با اعتراض ما کارگرها رو برو بشن، ما معلمان، ما پرستارا رو برو بشن. اجازه ندیم. کانال جدید بفرمایید. ببخشید خانم جان دانشگاه، یکی از بینندگان محترمتون الان در رابطه این مدرسه مطلبی گفتم، منم یه موردی پیش اومده بود، خب من گفتم بگم بهتون، بد نیست. بله خواهش میکنم. نداره؟ نه خیر، اینجا جای همین نو گفتمان هست، بفرمایید. یه مدرسه هستی طرفای تهران، قسمت طرفای آزادی، که این مدرسه یه مدیری داره، یه مدیرش خانومیه از اون حزب‌اللهی های چیزه، مذهبی های خره. بعد یکی از همسایه‌مون رفته بهش گفته که نمرات بچه من، دخترش کم شده، نمراتش خوب نیست، فکرش گفته خب من چیکار کنم، بیام به جای درس بچه درس بخونم؟ اینم گفته نمیخواد به جای درس بخونی، یه دونه کلاس تقویتی یه چیزی برای این بچه بذارید. گفت بالاخره 30 تا دانش آموز یه بچه که داره تنبلی میکنه مقصر بچه شماست. این خانم هم برگشته گفته خب اگه بچه من مقصره، شما ارزش نداری از 30 تا دانش آموز یه بچه رو به برسونید به کلاس. اونم برگشته گفته زیاد حرف میزنی، به من توهین کردی، پرونده بچه تو بیا بگی بردو ببر، من از فردا صبح دیگه بچه تو راه نمیدم سر کلاس. ببین خانم دانشور، شما یه خانم محترم هستی، اونم یه خانم محترمه، اصلا بهش میشه گفت محترم؟ مادرش اعتراض کرده میگه آقا جون من مدرسه مالیات میدم، من دارم پول کبریت میخری پول مالیات میدم، رود میخرم پول مالیات میدم، پوتل برف میخرم، پوتل لباسشویی میخرم، دارم پول مالیات میدم، مردمونو داریم خاک میکنیم پول مالیات میدیم. بعد این دولتی که میگه من مالیات میگیرم خدمت میکنم، چجوری میخواسته مدرسه دولتی دانش آموز ضعیفه، مدیر مدرسه میگه بهش پیله میکنی، میگه حالا این خانم هم هیچ جسارتی نکرده به خاطر که دهنشو ببنده پشت تلفن و جلوی صحبتشو بگیره، به من میگه به من توهین کردی، بچه‌ت دیگه نمیذارم بیاد مدرسه. ببینید چه وضعی داریم با این چیز، قشر بله. مدیر مدرسه، معلم خوبه ولی اون مدیر شده ارباب، مثل زمان شاه میگه به همه معلم هم که آقا دهنتون ببندید، پیتون رو ببندید.
یعنی اگه شما الان بری آموزش پرورش شکایت کنی، تمام معلم‌ها رو جوری چیز میکنه، بهشون یاد میده که به قول معروف این مسئله هم از سرش باز بشه. بله متشکرم، مرسی. دوستان زیاد رو خط هستن. به مادر ببین خانم به مادر میگه شما توهین به من کردی. بله چیزی هم نگفته که من واسطه. بله شنیدم. بله متشکرم. بله پرورده. بله نکتتون درسته. بله و اینجا وظیفه خانواده هاست، هر جایی که چنین چیزی رو مشاهده میکنن همه خانواده ها با هم دیگه در همبستگی با معلم ها وایستن جلو اینا. اینا حزب اللهی هاشون رو میذارن توی مدارس، تو کارخونه جات، تو همه جا، برای اینکه این سیستم سرکوبشون سیستماتیک همه جا جاری کنن. و ما باید بساط این سرکوبگران از همه محیطای کار کوتاه کنیم. کانال جدید بفرمایید. میدونم. الو. بله بفرمایید. سلام متشکرم. درود بر شما. کریم هستم از خودستان. بله بفرمایید. درود به شما. بفرمایید. خط با. ما باید بگیم خط مرگ. چون الان چند نفر از دوستان نشستیم اینجا که داشتیم برنامه‌تون رو گوش میدادیم. کسایی هستیم که اعلامیه وقتایی که برای اعلامیه میریم اعلامیه پخش میکنیم و برای شعار نویسی. الان حقوقایی که ما میگیریم هیچه. من کارگر بیکار، یکی از دوستام الان نشسته میگه ما ماهی 450 میگیرم، به هیچ جامون نمیرسه. یکی از دوستان خانم دانشور میخواد باهاتون حرف بزنه اگر اجازه بدید. بله حتما حتما خوشحال میشم. بفرمایید. خب الو. بله متاسفم قطع شد و خوشحالم جمعی میبینید و به شما خسته نباشید میگم، برای اینکه شعار مینویسید و یکی از کارها همینه. گفتم من از شما توقع دارم، ما از شما توقع داریم، همونجور که شما از حزبتون توقع دارید، برای اینکه شما حزب ما تو داخل ایران هستید، شما که کانال جدید صدای خودتون میدونید، حزب صدای خودتون میدونید، همینه که این حرفا رو برای شعارها رو بنویسید، اعتراضات و کارزارا رو را بندازید. کانال جدید بفرمایید. با عرض معذرت خانم دانشور. بله بله خواهش میکنم. الو سلام. سلام به شما دوست عزیز، خوشحالم که بیننده کانال جدید هستید. بفرمایید. خسته نباشید آقا. این چیزی که ما داریم میگیم واقعا این چیزی که بین مردم شایع شده. ما الان قبضایی که برای خونه ما میاد از درآمدمون خیلی بیشتره، قبض آب، گاز، برق، نمیدونیم چی کار کنیم. بله بعدش هم این جمهوری هم خود فکر ما نیست اصلا، هر کی برای خود اطاره دزدی میکنه از اون بالا بالا ها. ما اینجا هیچ، هر کی زورش میره دزدی میکنه، بقیه که نمیدونم دزدی کنن، یعنی هیچ نباید زندگی کنن. بله با تشکر. زنده باشید. متشکرم. من دانشور باز معذرت میخوام، بچه‌ها دوست دارن حرف بزنن ولی حقیقتش میگن بلد نیستن رو با گوشی و تلفن و این چیزا. اینا بچه‌ای هستن که الان امروز شب بحثات جد گرفتیم، نشستیم دور هم که ازشون تشکر کنم واسه اعلامیه نوشتن، واسه حضوری که دارن با همون. بله متشکرم. درود به شما. از طرف منم تشکر کنید، از طرف همه کانال جدید و خیلی ممنونم اومدید صحبت کردید. درود به شما. خیلی بچا دوست داشتم حرف بزنم ولی حالا که تماس گرفتم انگار یکم خیلی نداریم. نه این دوستمون خیلی هم قشنگ صحبت کردن. امنیتی و اینا. بله. و اینجا از شما تشکر میکنم. امیدوارم یه زندگی آزاد و برابر مساوی با هم دیگه داشته باشیم. امیدوارم زن و مرد با هم در مقام با هم دیگه بتونن کار کنن و یه زندگی درست حسابی پیدا کنن. درود به شما. متشکرم. تشکر میکنم. بله درود به شما و انتظار ما همینه. جمعاتون رو تشکیل بدید و بیاید مثل این دوستان بگید این شعارا رو نوشتم، این فراخوان دادم، این تشکل رو درست کردم، این اعتراض رو انداختم. اینجوریه که انقلاب سازمان پیدا میکنه، اینجوریه که حزب تو خیابون هاست. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید. بله سلام میکنم. بفرمایید. الو سلام. عرض خسته نباشید. ممنونم. ممنونم. من بارها و بارها زنگ زدم از اون فقر و بدبختی و فلاکت، بارها صحبت کردم و دیگران صحبت کردم ولی بله. الو من صحبت کنید. بفرمایید. بله
الو. بله ادامه بدید، صدای شما رو میشنویم. گوش ندید به تلویزیون، ادامه بدید. بله این یه پژوهشام میگه که به خامنه ای میخوام برم. بله خامنه ای میدونم که داری میمیری و تو بیمارستانی، ولی این صدا صدای یه کارگره، ظلم شده در حقش، زر این حقی که در حقم ظلم شده، 60 سالمه، سابقه بیمه 10 سال ندارم، یعنی بیشتر دارم طرفداری حساب کارفرما سرمایه دارم میکنن، هر که میرن به دادم نمیرسن، ولی میخوام بگم که خامنه یه روز میشه که من امامت الله میکنم میبندم به گردنه تو خیابونه میگردنم، فقط از خدا میخوام عمری به این بده که اون انتقام که از شما گرفتیم از شما هم بگیم که میگیریم میرم یه روزی زور میکن. الان شما نرسیم 3 میلیون خورده ای، من با مای 500 تومان هم حاضرم 5 سال آیله ندارم که با همین 500 تومان زندگی رو بچرخونم. خب کسی هم نیست که به دادم برسه به این که خب این کارگر از کجا میخواد گره، فردا میگن که آج فرشا زیاد شده، خلاف زیاد شده، جانی زیاد شده، جانی رو به وجود میارن. بله نمیدونم دوز رو به وجود میارن، خودشون میسازن دست پرورده خودشون همین دوزا جانی ها. من که 90 سالمه، یه کارگری هستم که سر به زیر کار میکنم، ولی وقتی که فردا نرسوشم منم میشم همون جانی که میگرن اعدام میکنم میگن که جنایت کرده، خودم منم شاید یه روزی همون بشم. بله متشکرم. به دردم نمیرسن. بله درود به شما. چرا باید بعد 40 سال کار کردن با مای 500 تومانم نباشه که من زندگی کنم؟ بله متشکرم، درود به شما. خیلی ممنون. ما تو این برنامه فریاد جوانا رو شنیدیم، تو این برنامه فریاد بازنشستگان رو شنیدیم، تو این برنامه فریاد زنان رو شنیدیم، فریاد کارگران رو شنیدیم، فریاد جوانای بیکار رو شنیدیم. و این جامعه‌ای که داره میجوشه، درست میگن، بعد از 40 سال کار این زندگیه. ولی این رو به شما بگم، نگید که من حاضرم با 500 هزار تومان زندگی کنم. و شما هم همین شعار رو بردارید و بر هر جایی بنویسید که خط فقر 3,500,000 دستمزد ما هم باید برابر باشه، با حداقل در قدم اول باید برابر باشه. قبول نمی کنیم زیر 3,500,000. این مهمه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کارگر مجبور بشه بگه من با 500,000، من که پولی ندارم، من که روزی 3,500 میگیرم، 20,000 میگیرم، بنابراین پولم رو بدید. ماها حقوق کارگر رو نمیدن. از بیمه بیکاری خبری نیست، از بیمه درمانی خبری نیست، از تحصیل رایگان، هزینه تحصیل رایگان خبری نیست، از هیچ نوع تأمین اجتماعی خبری نیست. و تو همین جامعه است که تو همین برنامه شنیدید که میاد میگه شما خودتون آقای خامنه‌ای حاضرید با روزی 3,500 تومان زندگی کنید که من کارگر زندگی کنم؟ و من میگم درود به شما. و باید همین روحیه رو داشته باشیم، خودمون رو مقایسه کنیم با حقمون، با ممکن بودنها. و میشه ما مردم همه در رفاه باشیم، میشه همه ما مردم مسکن داشته باشیم، درمان رایگان داشته باشیم، بچه هامون تحصیل کنن، کودک کار خیابون نباشه، تنفروشی نباشه، فقر نباشه، شادی باشه، سال نو رو جشن بگیریم با موزیک و فریادمون. و همین الان هم من یک قدم مهم هم اینه که همین الان هم به کوری چشم این حکومت شهید پرور و حکومت نمیدونم قبرستانی جشن بگیریم، چهارشنبه سوری رو جشن بگیریم، چهارشنبه سوری رو به روز عزای جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. وحشت میکنه وقتی میبینه شما جوونا، دختر و پسر، دست در دست هم دیگه محلات رو در قبضه خودتون دارید، شعار میدید و رقص میکنید، پایکوبی میکنید. و اینا یعنی جمهوری اسلامی؟ نه، اینا یعنی دست قوانین ارتجاعی اسلامی از زندگی ما مردم کوتاه. اینا یعنی شادی حق مسلم من است، انسانی، زندگی انسانی حق مسلم من است، رفاه حق مسلم من است،
انرژی هسته‌ای نمیخواین، یعنی پایان دادن به اینها. بنابراین فرصت مهمی هستش. میدونم دلتون تنگه، میدونم خیلی عزیزانتون از دست دادید، میدونم خیلی عزیزانتون در زندانن و میدونم که خیلیاتون ماها حقوق نگرفتید، میدونم به قول دوستمون 6 ماه آینده نمیتونید خرید کنید، نمیتونید یک غذای گرم بذارید جلوی بچه هاتون به مناسبت سال نو. همه اینا رو میدونم و شریکم درش در درد، و اما شادی کنید برای اینکه بگید نه به جمهوری اسلامی. اما ایام نوروز رو تبدیل به روزهایی بکنید برای قرار مدار گذاشتن های اعتراضات بعدیتون، برای خواست افزایش فوری دستمزد در قدم اول. شما کارگرانی که دستمزد پرداخت نشده دارید، هر روز دارید اعتراض میکنید، تو اصلویه، تو تبریز کف، توی چادر ملو، توی بندر امام پتروشیمی، توی معدن زمستان سرد، تو معدن سنگرود، تو ده ها مرکز که الان جلوی چشم من اخبارش همینطور ردیف هستش، بسیاری از کارخونه‌ها تو ایران خود رو نورد لوله صفا، همه جا در کنار خواست پرداخت فوری حقوقاتون خواست افزایش حقوق مطرح کنید. با تعرض کرد، با تعرضی که باید پدر اینا رو در بیاریم و عقبشون بزنیم. شما جوانای بیکار، شما جوان بیکاری که از زاهدان زنگ زدید، شما جوانی که از آبادان زنگ زدید، شما جوانای از شهرهای مختلف، تشکل درست کنید علیه بیکاری، فراخوان بدید سراسری، تو مدیای اجتماعی نهاد درست کنید و فراخوان بدید به اعتراض و بیاد تو خیابون، بیاد تو کف خیابون با قول اون دوستمون. و وقتی حزب که تو کف خیابونه، که این شعارات تو کف خیابونه، و وقتی کانال جدید تو کف خیابونه، وقتی که این حرفا تو کف خیابونه، اینجا اینم بگم که سازشکاران جاشون تو کف خیابون نیست. سازشکاران وقتی میان تو کف خیابون که میبینن مردم اومدن و میبینن که سنبه پرزوره و برای اینکه که مبارزه رو به بیراهه بکشونن، برای اینکه یک قدر عافیت رو میدونن، برای اینکه یک وقتی برای نظامشون بخرن، میان تو کف خیابون. کف خیابون جای کارگر معترضه، جای معلم معترضه، جای دانشجوی معترضه. شما دانشجویان عزیز، مسائل زیادی هست، دانشگاه شده دانشگاه قبرستانی، شما ایستادید و اعتراض کردید، گفتن اسلامی میکنن، شما ایستادید و اعتراض کردید. و مهمه که دانشگاه همچنان کانون اعتراض داغ باشه. مبارزات معلم ها یک نقطه بسیار قابل توجه داشت، اونم همبستگی مبارزاتی شما مردم بود. تو تجمعات معلمان در جلوی مجلس دانشجوان رو دیدیم، پرستاران رو دیدیم، کارگران رو دیدیم، خانواده ها رو دیدیم، از بخش های مختلف دیدیم. و این راه حله. اگر میگید راه حل، بگید ایناست. بنابراین دوست عزیز، من اینها رو هر شب و هر شب تکرار خواهم کرد تا وقتی که تبدیل به پلن و برنامه بشه. و خوشبختانه دارم هر روز جوابشو میبینم. کانال جدید داره جواب حرفای خودشو میبینه. وقتی به مبارزات کارگری نگاه میکنیم، وقتی به مبارزات معلمان نگاه میکنیم، وقتی که به دانشگاه و به حجاب برگیران زنان نگاه میکنیم، وقتی به کل جامعه نگاه میکنیم، ما داریم جواب میگیریم و ما داریم متحد میکنیم. و تو همین 2-3 دقیقه آخر تاکیدم اینه که دوستان با این حزب فعالیت کنید، با کانال جدید فعالیت کنید. مثل جمع ما که اومدن اینجا، مثل یه جمع گفتن شعار نویسی کردیم، مثل همین جمع ها شما هم جمع های خودتون رو داشته باشید و برنامه بریزه تو شهرتون، تو محلتون، هر جا بنا به موقعیت اجتماعیتون چه میتونید بکنید، چه اعتراضی رو میتونید سازمان بدید، همون کار رو بکنید و گزارش رو بیاید اینجا تو کانال جدید بدید. بگید تو اهواز این کار کردم، تو همدان این کار کردم، تو آبادان این کار کردم، تو اصفهان، تو شیراز، تو تهران، تو کارخونه ایران خود، تو فلان جا این کار کردم. این یعنی سازماندهی و اینو هیچ حزبی نمی کنه. فقط حزبی می کنه که می خواد قدرت مردم تو میدون باشه. فقط حزبی می کنه مثل حزب ما که می خواد قدرت دست خود مردم باشه.
از بالا سر مردم نیان حکومت کنه، شوراهای مردم حرف اول بزنه، حکومت کنه. و ما اگر به حکومت برسیم اولین کارمون فراخواندن قدرت مردم و شوراهاشون هستش. جریاناتی که میخوان همین نظام و همین اقتصاد بمونه ولی فقیه بره، نمیدونم فلان جناح بره، ائتلاف فلان ائتلاف بیاد رو کار، رضا پهلوی بیاد فلان بیاد، نمیخوان سیستم به هم بخوره، نمیخوان ارتش به هم بخوره، هم تو که تو پلتفرماشون دیدیم، نمیخوان کار موزی از بین بره، نمیخوان برابری باشه تو جامعه، نمیخوان حرف اول رفاه باشه، حتی نمیخوان مذهب از دولت جدا باشه. اینم ما خیلی به خیلیشون تحمیل کردیم، ما مردم، ما صف چپ و رادیکال، ما سکولارا، ما تحمیل کردیم خیلی. ولی این رو هم با لکنت میگن، همونطور که در مورد اعدام با لکنت میگفتن، اعدام انقلابی، یه جای اعدام لازمه، امنیت چی میشه؟ الان خیلی یک جنبش قوی علیه اعدام داریم، برای اینکه محکم وایسادیم میگیم اعدام نه، و میگیم جامعه برای اینکه استانداردهای انسانیشو باید حفظ کنه تا مورد حمله قرار نگیره، و یکی از اونها مسئله اعدامه و اعدام قتل عمده. اینا حرفا و گفتمانهایی که ما میگیم اینجا برای اینکه جامعه آینده رو تصویر کنیم. برام متشکرم که پای این برنامه بودید، با ما در تماس باشید، شماره تماس های ما مرتب گذاشته شده، 2044 777 98 98 968. برای همه شما شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.